سلام دوستان عزیز، رضوان پور مرتضی هستم با دومین ویدیو آموزشی نرم افزار افتر افکتس در خدمتتون هم. توی این ویدیو قصد داریم مطالب تکمیلی که مربوط به مباحث جلسه گذشته بود رو با هم بررسی کنیم و یاد بگیریم و بریم سراغ یک سری اصول ابتدایی و بسیار کاربردی توی نرم افزار که این جلسه مطمئناً اطلاعات خیلی پایه‌ای و خوبی رو داریم و آماده میشیم تا وارد قسمت‌های جدی‌تر توی افزار افکتس بشیم. ما قصد داریم محیط نرم افزار رو توی ویدیوهای اول تقریبا کامل یاد بگیریم. خب جلسه گذشته شما یاد گرفتین که فایل ها رو وارد نرم افزار کنیم. چندین روش بهتون گفتم، یادتون هست که ما فایل ها رو وارد فنل پروژکت می‌کردیم، اینجا دابل کلیک میکردیم میتونستیم فایل های مختلفی رو که جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه داشتیم وارد نرم افزار میکردیم. خب کار با ورک اسپیس ها رو یاد گرفتیم، ورک اسپیس های مختلف رو بهتون معرفی کردم و بهتون گفتم ما پنل ها یا پنجره های مختلفی داریم، ابزار های مختلفی هستن که در طول ویدیوهای آموزشیمون سراغ تک تک اینها میریم و یاد میگیریم. هر کدوم از این پنل ها که بسته شدن مثل افکتس اند پریسیتس شما از این قسمت دسترسی دارین. محیط نرم افزار رو تا حدود خیلی خوبی یاد گرفتیم، اما بریم سراغ نکاتی که داریم. موضوع اول تو ساخت کامپوزیشن بود. اگر خاطرتون باشه ما روی create a new composition تو این قسمت تو پنل پروژکت کلیک میکردیم و آپشن هایی که داریم برای ساخت کامپوزیشن، گزینه هایی که داریم اینجا ظاهر میشه. دو تا تب مختلف داشتیم، بیسیک و ادوانس. ادوانس از مباحثی است که به زودی سراغش میریم. ما فعلا توی بیسیک میخوایم اطلاعات پایه و کلی ساخت کامپوزیشن رو وارد کنیم. میتونستین این کار رو از کامپوزیشن نیو کامپوزیشن یا کنترل ان انجام بدین یا اینکه اینجا کلیک کنین. خب نیازی به توضیح دوباره گزینه ها نیست، فقط گزینه هست به نام پیکسل اسپکت ریشیو که توی یه ویدیو جداگانه ما مباحث تئوریکی داریم که بهش میپردازیم. یکیش پیکسل اسپکت ریشیو هست، اما کلن بخوایم بدونیم پیکسل اسپکت ریشیو چیه، همونطور که ما برای تصویری که داریم یک طول و عرضی داریم، بهتون میگم عرض و ارتفاعی که برای تصویرمون برای کامپوزیشنمون داریم، پیکسل ها هم به همین شکل برای خودشون اندازه ها و سایز های مختلفی دارن، طول و عرض های متفاوتی دارن. پیکسل اسپکت ریشیو دقیقا همین اندازه هستش. وقتی رو حالت اسکوئر پیکسلز هستیم، پیکسل ها نسبت یک به یک دارن، یعنی طول و عرض پیکسل با هم نسبت مساوی دارن. اگر به فرض مثال میگم طول پیکسل یک سانتیمتره، عرضش هم یک سانتیمتره و استاندارد های مختلفی داریم. ما عموما دست به پیکسل اسپکت ریشیو نمیزنیم چون که استاندارد های مختلفی داریم که بر طبق نیازتون شما یکی از این استانداردها رو استفاده میکنین، مثلا پال دیوان دیوی. پیکسل اسپکت ریشیو رو خود این استاندارد تعیین میکنه و اگر شما بخواین تولیدی داشته باشین برای پخش در قالب همچین استانداردی حتما باید این پیکسل اسپکت ریشیو رو استفاده کنین. پس خاطرتون باشه عموما ما نیازی نداریم به تغییر پیکسل اسپکت ریشیو چون استانداردها خودشون میان تعیین میکنن پیکسل اسپکت ریشیو رو و شما موظف به استفاده از این پیکسل اسپکت ریشیو هستین. برخلاف خیلی از پارامترها و گزینه‌ای که تو افتر افکتس و خیلی از نرم افزارهای دیگه دارین قابلیت ادیت ندارن. خب پس پیکسل اسپکت ریشیو نسبت عرض به ارتفاع پیکسل هستش که حالا در قالب یک ویدیو جداگانه در حال تدارکش هستم بهش میپردازیم و سعی میکنیم عمیق‌تر یاد بگیریم پیکسل اسپکت ریشیو رو. خب کنسل میکنم. اگر خاطرتون باشه پنل پروژکت که این قسمت ورودی فایل هامون بودم و میتونستیم دابل کلیک کنیم هر فایلی رو که خواستیم وارد نرم افزار کنیم تو این قسمت لیست میشدن. اینجا لیستی هست برای تمام فایل هایی که داریم و کامپوزیشن هایی که میسازیم. ما کامپوزیشنی که ساختیم تو این لیست اومده و نیاز خیلی زیادی داریم که حتما تو این لیست بیاد، به زودی متوجه میشین چرا. این هر دور سلکت میکنم و دیلیتشون میکنم تا کامپوزیشن هم که ساختم پاک بشه، دوباره کامپوزیشن میسازم. گزینه ای داریم به نام بک‌گراند کالر. تو ورژن های قدیمی افتر افکتس ما این بک‌گراند کالر رو تو این قسمت نداشتیم.
میتونم بکگراند کالر رو رنگش رو تغییر بدم و کلا بکگراند کامپوزیشنتون رنگ دیگه ای باشه. بکگراند کالر رو توی ورژن های گذشته ما توی این لیست داشتیم، تقریبا اینجاها داشتیمش که میتونستیم جداگانه بیایم رنگ رو تعیین کنیم، توی پنجره نیو کامپوزیشن وجود نداشت اگر اشتباه نکنم، از ورژن CS5 به اون قسمت اضافه شد. خب کامپوزیشنی که ساختم رو دیلیت میکنم، اما بیایم اطلاعاتمون رو کامل تر کنیم روی محیط کار با نرم افزار. گاهی اوقات اگر مطالبی از قلم بیفته سعی میکنیم توی ویدیو بعدی جبرانش کنیم. یکی از این مطالب اینه که ما توی ویندو ورکسپیس های مختلفی داشتیم، توضیحات که مورد نیاز بوده رو خدمتتون ارائه کردم، اما گزینه ای داریم به نام آنداکت پنلز. وقتی کلیک میکنم پنل های غیر ضروری که توی نرم افزار داریم، پنل های ضروری خب پراجکت و تایملاینمون ضروری هستن، ولی پنل هایی که غیر ضروری و فرعی تر هستن بهتره به جای غیر ضروری فرعی رو به کار ببرم، به حالت شناور و آزاد توی محیط در میان و شما میتونین هر جایی که خواستین اینها رو جایگذاری کنین. شاید بر طبق نیازتون گاهی نیاز داشته باشین که احساس کنین اینها توی محیط شناور باشن و سریع بتونین جابجاشون کنین، خیلی بهتر باشه. این یه بحث سلیقه‌ای و برای زمانی هست که احساس نیاز به همچین کاری داشته باشین. خب من میام توی ویندو ورک اسپیس رو حالت استاندارد تعیین میکنم. خب پس شما میتونین حالت آنداکت پنلز رو داشته باشین. برای اینکه یک پنل خاص رو فقط حالت آنداکت در بیارین، میتونین کنترل رو نگه دارین. ببینید ما در گذشته وقتی میخواستیم مثلا پنل اینفو رو کلیک رو پنل اینفو رو جابجا کنیم، مثلا این سمت نرم افزار قرارش بدیم، کلیک رو نگه میداشتیم و درگش میکردیم مثلا اینجا تا قسمتی از محیط نرم افزار در این سمت رو اشغال کنه. خب برمیگردونمش سر جاش، فقط با کلیک و درگ کردم. اما حالا میتونین کنترل رو نگه دارین و اگر با کنترل درگش کنین حالت آنداکت میشه و دو به حالت معلق و شناور توی محیط در میاد. میتونین هر جایی که دوست داشتین قرارش بدین. برای تمام پنل ها میتونین این کار رو انجام بدین و هر موقع که خواستین دوباره اینها رو برگردونین سر جاشون، یا اینکه استاندارد رو ورک اسپیس استانداردتون رو از اینجا ریسیت کنین تا اینها به حالت عادی برگردن. اما نکته دیگه ای که داریم، و برای هر پنلی که وجود داره توی نرم افزار مثل پروژکت، کامپوزیشن، اینفو، آودیو و غیره، بجز اسمی که اینجا داره سمت راستی که علامت میبینیم کلیک میکنم، یه منوی باز شو به این شکل هستش. توی این منوی که با کلیک کردن روی این قسمت باز میشه و توی همه پنل ها هم وجود داره، چند تا گزینه اول، همگی 5 تا گزینه اول همگی مشترکن توی تمام پنل ها. کلیک کنم میتونیم ببینیم آنداگ پنل، آنداگ فریم، کلوز پنل، کلوز فریم و ماکسیمایز فریم که در موردش صحبت میکنیم. حتما این گزینه ها رو میشناسیم، اما به صورت اختصاصی هر پنل چند تا گزینه این زیر داره، چند تا گزینه داره که میتونین بیاین ستینگ، اکثرا مربوط به ستینگ یا همون تنظیمات پنل هستن، میتونین کلیک کنیم و تنظیماتی که مربوط به اون پنل رو داریم تغییر بدیم. خب من این پنج تا اول رو که توی همه مشترک هستن رو خدمتتون عرض میکنم و طبق برنامه‌ریزیمون به زودی به گزینه‌های دیگه هم می‌رسیم. مقصدمون این هست که توی نرم افزار تمام گزینه‌ها و پارامترها و تقریبا هر چیزی که توی نرم افزار مشاهده می‌کنین رو با هم بررسی کنیم. خب گزینه اول آنداگ پنل هستش. خب آنداگ پنل کاری که می‌کنه دقیقاً همون چیزی که قبل بهتون گفتم، می‌تونین کنترل رو هم نگه دارین و با جابجایی یک پنل رو آنداگ کنین. اما گزینه بعدی آنداگ فریم هستش. مطمئنن نتیجهی که الان میبینیم یکسان هست با کار قبلی که انجام دادیم، یعنی انگار این دو گزینه کار یکسان رو انجام میدن، اما در حقیقت کارشون یکسان نیست. میتونیم بیایم توی پنل دیگه، توی قسمت دیگه این کار رو انجام بدیم. آنداگ پنل میاد فقط اینفو رو جدا میکنه از این قسمت، دوباره برمیگردونم سر جاش. اما اگر آنداگ فریم رو بزنم، خب بذارین اول تعریف فریم و یا فرق پنل و فریم رو بدونیم
بعد این کار رو انجام بدیم. ببینید ما توی این نرم افزار پنل های مختلف داریم که گفتم از این قسمت هم میتونین هر کدوم رو که خواستین ظاهر کنین و باهاشون کار کنین. مثلا پنل الاین رو داریم که اینجا ظاهر شد، میتونیم ببندیمش. این بالا این فور رو میتونم ببندم یا آودیو رو ببندم. خب اینا پنل های مختلف هستن. وقتی چند تا پنل در قالب یک قاب جدا کنار هم قرار میگیرن، خب الان اینفو و آودیو توی یک قاب هستن، توی یک قاب در تب های جداگانن. مثلا من پریویو رو هم میتونم بیارم اینجا، سه تا تب مختلف داریم، اینفو، پریویو و آودیو، که این سه تا پنل یک فریم رو تشکیل دادن. حالا اگر شما آنداک پنل رو بزنید، خود اینفو جدا میشه چون یک پنل هستش. اما اگر آنداک فریم رو بزنین، کل این فریم از اینجا جدا میشه، کل فریم جدا میشه و حالا همه این چند تا ابزار رو شما جداگانه دارین و میتونین هر جای محیطتون خواستین قرار بدین. یه فریم رو آنداک کردیم، پس خاطرتون باشه ما بین فریم و پنل یک فرق داریم که براتون توضیح دادم. پنل از چند تا تب مختلف که پنل های مختلف هستن تشکیل شده. خب شما میتونین اگر تعداد پنل هاتون توی فریم زیاد شد، به این شکل اسکرال کنین و مثلا بیاین روی افکتس اند پریسیتس و مثلا این رو کلیک رو نگه میدارم، درگ میکنم به پایین و پنل رو جدا کنین. آودیو یا پریویو رو هم جدا میکنم. خب یه فریم داریم متشکل از پنل اینفو و آودیو هست، پس شما میتونین پنل و فریم رو آنداک کنین. کلوز پنل داریم، خب کارش یکسانه با اینکه شما اینفو رو به این شکل ببندین، نیاز کلا پنل رو کلوز میکنه، میبنده. ریست استاندارد رو میزنم توی ورک اسپیس. حالا ما کلوز فریم داریم، کاری که انجام میده اینه که اینفو، آودیو یا هر چیز دیگه که توی این فریم وجود داشته باشه رو میبنده. خب ببینید هم اینفو هم آودیو بسته شدن. ریست استاندارد رو میزنم، بسیار خوب. و گزینه بعدی ماکسیمایز فریم هست که مطمئنن از گزینه‌های بسیار کاربردی برامون هست. شما یک ویدیو رو وارد می‌کنین، وقتی کارتون روی ویدیو تموم میشه انتظار دارین که بتونین به صورت ماکسیمایز این ویدیو رو ببینین. خب من کلیک می‌کنم روی این قسمت برای تنظیماتی که برای این پنل داریم، ماکسیمایز فریم رو می‌زنم و می‌تونین به صورت تمام صفحه فایلتون رو ببینید. مثل همیشه میتونم روی کیبورد مجازی خود ویندوز هم این رو براتون نمایش بدم، شورتکاتی که براش داریم. ما شورتکاتی که برای این کار داریم تیلدکی هستش که توی کیبوردتون زیر اسکیپ و بالای تب قرار میگیره. شما این کلید رو که بزنین، حالا اینجا با این کیبورد کار نمیکنه، اما این کلید رو که بزنین که یک علامت مد اینجا هستش، میتونین پنلتون رو به حالت ماکسیمایز در بیاری. خب به این صورت. اما از تنظیماتی که برای و تنظیمات و گزینه هایی که برای پنل و فریم و ماکسیمایز کردن داریم بگذریم، میتونیم کمی بریم و روی نکاتی که توی وارد کردن فایل ها و کلن پنل پروژکت میشه بیشتر صحبت کنیم. خب ما یک کامپوزیشن ساختیم. کامپوزیشن رو شما وقتی میسازین میتونین یک نام براش تعیین کنین که اگر کلیک رو نگه دارین روی تصویری که دارین و درگش کنین روی create a new composition، کامپوزیشنی که ساخته میشه با نام ویدیوتون هماهنگ هست. خب حالا ویدئویی که وارد تایملاین کردین رو به راحتی میتونین نامش رو تغییر بدین. برای این کار شما کافیه که ویدئو رو انتخاب کنین یا هر لایه‌ای که اینجا هست. اینتر اصلی توی نامبر پد، ببخشید اینتر اصلی توی کیبورد اصلیتون، نه اینتری که توی نامبر پد سمت راست کیبوردتون دارین، اینتر رو میزنین روی لایه و قابلیت این رو دارین که اسمش رو تغییر بدین. تو هر قسمتی که خواستین یک لایه یا یک ویدیو یا هر چیز رو اسم رو تغییر بدین به همین شکل هست. شما اینجا هم میتونین همین کار رو بکنین، این بالا هم میتونین به همین شکل این کار رو
انجام بده. میبینید که نام کامپوزیشن رو تغییر دادیم، اینجا هم نامش تغییر کرد. خب فرض کنید من فایل های یه سری فایل رو وارد نرم افزار میکنم، مثلا این 5 تا اول رو وارد کردم، 5 تا اول رو وارد کردم، خب میخوام اینا یک دسته از ویدیوهام باشن و حالا یه 5 تا دوم رو که وارد میکنم از اینها جدا باشن و با هم ترکیب نشن، اینجا قاطی نکنم توی شناساییشون. کار جالبی که میتونین انجام بدین اینه که اینها رو انتخاب کنین و گزینه create a new folder رو کلیک کنین. create a new folder که کلیک میکنین یک new folder اینجا براتون میسازه، یه پوشه جدید ایجاد میکنه که شما امکان این رو دارین که فایل های وارد شده به After Effects رو انتقال بدیم به این new folder. حالا میتونه اسم خاص خودش رو داشته باشه، مثلا 1 تا 5 و این ویدیوها داخل این new folder باشن. خب من میتونم فایل های بعدیم رو وارد کنم، خب ایمپورت میکنم، اینها وارد میشن، مثلا میتونم هر شماره‌ای بهشون بدم یا هر اسمی که دوست داشتم بدم. خب اگر یه نیو فولدر رو بسازیم، در حالی که نیو فولدر انتخاب هست، کنترل آی هم میزنم، کنترل آی رو اگر خاطرتون باشه شورتکات وارد کردن فایل به نرم افزار بود، فایل های مورد نظرم رو وارد میکنم و فایل هایی که وارد نرم افزار میشن چون نیو فولدر قبلش سلکت بود وارد این نیو فولدر میشن. یه بار دیگه بهتون نشون میدم، نیو فولدر رو میسازم با هر نامی که میخوام، اگر نیو فولدر انتخاب نباشه فایل های وارد شده تو این قسمت اضافه میشن، اما اگر نیو فولدر انتخاب باشه، حالا کنترل آی میزنم برای ایمپورت، اینها رو انتخاب میکنم، ایمپورت میکنم، از همون اول انتقال پیدا میکنن به داخل نیو فولدر. خب برای ایمپورت کردن فایل ها ما تنظیمات جالبی داریم و کارهای جالبی میتونیم انجام بدیم. اول از همه وارد کردن یک سری فایل های که یا بهتر بگم فرمت های جالب رو براتون میام مثال میزنم. وارد کردن فایل های فتوشاپ رو ما داریم به داخل افتر افکس که امکانات جالبی در اختیار ما قرار داده، همین رو صحبت میکنیم. همین که گاهی ممکنه بسته به نیاز و کاری که دارین انجام میدین، ویدئویی که در اختیار شما قرار میگیره به صورت عکس به شما داده بشه، مثل این ویدئویی که من دارم که حدوداً 200 فریم هست، اگر با FPS یا فریم پر سکند 25 ساعت کنیم 8 ثانیه میشه، 8 ثانیه ویدیو به صورت 200 تا عکس به من داده شده. حالا میتونه یه رندر 3D باشه یا یه ویدیو باشه که به هر دلیلی به این شکل من داده میشه. خب ما چطور میتونیم این عکس ها رو در قالب یک ویدیو وارد کنیم و به صورت ویدیو در بیاریم؟ امکانات جالبی داریم در این زمینه که الان شروع میکنیم صحبت کردن. شما میتونید فولدری که دارین و فایل ها داخلش وجود داره رو انتخاب کنین و ایمپورت فولدر رو بزنین، کل این فولدر رو با همین نام وارد افتر افکس میکنن و فایل ها داخلش وجود دارن. خب حالا شما میتونین بذارین من کامپوزیشن قبلی رو پاک کنم، اصلا بهش نیازی ندارم الان، نمیخوام خیلی کارم شلوغ باشه. خب ما فایل ها رو میتونیم کلیک رو نگه داریم، درگ کنیم و یکی یکی اینجا بشینیم پشت سر هم تا توی کار ازش استفاده کنیم، که خب خیلی تخته، کنترل زد میزنم قبل از اینکه کامپوزیشن ساخته بشه. کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم، روش زیاد داریم، میخوام تک تک روش ها رو صحبت کنیم. کلیک میکنم روی فایل اولم، حتما خیلی مهمه که کدوم فایل رو اول انتخاب کنیم. من فایل اول، فریم اول رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و فریم آخر رو انتخاب میکنم تا این بازه رو برام انتخاب کنه. خب کلیک رو نگه میدارم و این 201 فریم فایل رو از 0 تا 201 فریم داریم، انتقال میدم روی create a new composition. خب یه سوال ازم میپرسه، اولین سوال ازم میپرسه که میخواد ما میخواییم یک کامپوزیشن، سینگل کامپوزیشن، همه این فایل ها در قالب یک کامپوزیشن باشن یا نه 201 تا کامپوزیشن من بسازه. خب مطمئنن ما به هیچ عنوان همچین چیزی نمیخواییم، یک کامپوزیشن میخواییم. اطلاعات سایز تصویر رو، رزولوشن تصویر رو
از کدوم فایل بگیره خب هیچ فرقی نمیکنه، چون ما فایل هامون یکسان هست. گاهی اوقات شما عکسایی وارد میکنین یا ویدیوهایی وارد میکنین که سایز ها با هم متفاوته، میتونین یک کدوم از اینها رو انتخاب کنین تا سایز کامپوزیشنتون از اون گرفته بشه، که من همین رو انتخاب میکنم. خب هر عکستون میخواین مدت زمانش چقدر باشه، یک ثانیه، دو ثانیه، ده ثانیه، این رو میتونین تعیین کنین. خب مطمئنا ما اینجا هر کدوم از این عکس ها رو به عنوان یک فریم میخواییم، ببخشید، به عنوان یک فریم میخواییم. پس خاطرتون باشه اگر شما یه سری عکس داشتین میتونین اینها رو مثلا فرض کنین هر کدوم 5 ثانیه 10 ثانیه نمایش بدین به هر شکلی که میخواین. ما الان بر طبق نیازمون هر کدوم اینها رو میخواییم به اندازه یک فریم نمایش بدیم. خب در مورد مبحث رندر این جلسه صحبت میکنیم، بهمون از اون سوال میکنه که آیا میخواین توی صفحه رندر قرار بدین، برای میخواین فایلتون آماده رندر بشه. خب ما الان همچین نیازی نداریم. خب گزینه بعدی سیکونس لایرز هستش و گزینه اورلپ دیوریشن و ترانزیشن، که تا آخر این ویدیو سعی میکنیم رو اینها هم صحبت کنیم. البته سیکونس لایر رو الان صحبت میکنیم، اما اورلپ رو میذاریم شاید تا چندین دقیقه دیگه صحبت کنیم در موردش. خب پس یک سینگل کامپوزیشن میخوایم اطلاعات تصویر رو از این تصویری که اینجا انتخاب کردیم بگیره، طولش یک ثانیه باشه، یک فریم باشه هر عکسمون، و نمیخوایم برای رندر آماده شه. گزینه سیکونس لایرز چیه؟ برمیدارم تیک رو، اوکی میکنم. خب تمام عکس ها رو، تمام این 201 تا عکس رو زیر هم گذاشت و به این شکل اینا رو زیر هم چیدمان کرد خود افتر افکس. خب کنترل کی میزنم یا میتونم از همینجا نگاه کنم کنترل کی چی بود؟ کامپوزیشن سیتینگ. خب طول کامپوزیشن اون یک فریم هست، اما ما 200 فریم انتظار داشتیم. دلیلش این بود که کنترل زد میزنم قبل از اینکه کامپوزیشن ساخته شه. دلیل این که 200 تا عکسی که داشتیم، 201 تا عکسی که داشتیم به این شکل پشت سر هم لیست شدن، این بود که ببخشید پشت سر هم که زیر هم لیست شدن و زمانشون یک فریم بود، این بود که خب ما گفتیم همه رو زیر هم بچینیم. اما سیکونس لایرز کاری که انجام میده اینه که اورلپ رو برمی‌دارم، کاری که انجام میده اینه که اینها رو پشت سر هم میشینه به صورت اتوماتیک، و ما این رو می‌خوایم، برامون خیلی مهمه. اگر نگاه کنید الان خیلی جالب اینها رو پشت سر هم چید و ما میتونیم اینجا ببینیمشون. خب میتونم سیفتی نامبر پد رو بزنم، پلیش کنم، ببینیم که چقدر جالب ما اینها رو داریم توی محیطمون و به صورت ویدیو داره پلی میشه. پس یکی از راههایی که شما بخواید تصاویر رو به این شکل پشت سر هم پخش کنین، عکس ها رو پشت سر هم پخش کنین، اینه که دست جمعی درگشون رو کنین روی create a new composition و به این شکل براتون استفاده بشه. اما اگر این گزینه خیلی مهمی هست، نکته خیلی مهمی هست که کدوم فایل رو انتخاب کنین و چطور درگش کنین، مثلا من میام به این شکل انتخاب میکنم و کلیک رو نگه میدارم، درگش میکنم از 200 به از شماره 200 درگ میکنم روی create a new composition. خب تمام گزینه ها گزینه قبلی هست، اوکی میکنم. خب ببینید این دفعه چون درگی که انجام دادم شما از آخر بود، یعنی از آخر انتخاب کردم به اول و این آخری رو درک کردم، این دفعه ویدئومون برعکس پلی میشه، یعنی عکسایی که ما به صورت یک سیکونس داریم برعکس پلی میشه. چرا؟ چون از آخر به اول ما انتخابشون کردیم و ترتیب رو به این شکلی در نظر گرفت. پس خاطرتون باشه خیلی مهم هست که ما کدوم فایل رو انتخاب کنیم و کدوم رو درک کنیم. خب این یه راه وارد کردن اصطلاحاً سیکونس ها به افتر افکس هستش که تمام فایل ها رو وارد کنین. حالا من فایل ها رو میتونم نگه دارم، کپیشون نمی کنم. یکی از راه های وارد کردن سیکونس این هستش، این چرتوی نامبر پد رو میزنم و اسمش رو به سیکونس تغییر میدم. اما چطور روش دیگه هم آیا داره و چطور میتونیم از این روش استفاده کنیم؟ روش بعدی که داریم اینه که من یک فایل رو انتخاب میکنم، فریم اول سیکونس هم رو انتخاب میکنم. خب اگر دابل کلیک کنم یا ایمپورت رو بزنم روی همین عکس اول، اگر این بالا توجه کنین فایلی که ما وارد کردیم یک عکس نیست و مجموعی از عکس ها هست که 6 ثانیه و 21 فریم طولشون هست، 30 فریم بر ثانیه است. خب
ظاهرا به صورت خود افتر افکت به صورت هوشمندانه این رو به صورت سیکونس برام وارد کرد. خب این خیلی عالیه که ما نیازی نیست اون همه زحمت بکشیم و از سیکونس لایرز و امکاناتی که توی ساخت درک کردن دست جمعی فایل ها به create a new composition داشتیم استفاده کنیم. پس شما میتونین روی فریم اولتون کلیک کن، دابل کلیک کنیم و کل سیکونستون رو یک دفعه وارد کنین. افتر افکتس هم این کار رو انجام میده. اما گزینه دیگه که اینجا دارین ببینید PNG سیکونس فایل همون با فرمت PNG سیف شدن. اگر فایل ها JPG بودن اینجا JPG سیکونس داشت، اگر هر فرمت دیگه ای بودن اینجا اسم فرمت رو میوشت بعد سیکونس رو میوشت. خب من اگر این گزینه رو بردارم و دابل کلیک کنم توی این قسمت، ببینین همین یک عکس رو وارد کرد. پس ما متوجه میشین که پیش نیاز اصلیمون برای استفاده از این روش اینه که شما حتما این گزینه سیکونس رو فعال کنیم. خب من فعال میکنم، ایمپورت رو میزنم و فایلمون وارد میشه. اما یه مشکلی وجود داره. من دوست دارم ویدئویی که وارد کردم 25 فریم بر ثانیه باشه، اما این 30 فریم بر ثانیه است و مطمئنن چون تعداد فریم بر ثانیهش بیشتره زمانمون رو کمتر کرده. چیز حدود 8 ثانیه من نیاز داشتم برای این ویدئو، اما چون 30 فریم بر ثانیه شده 6 ثانیه و 22 فریم رو داره نمایش میده. خب چطور میتونین مشکل رو برطرف کنین؟ چند تا کار میتونین انجام بدین. اگه فایل رو وارد افتر افکتس کرده باشین، انتخابش میکنین، بخشی داریم به نام اینترپرت فوتیج، در موردش صحبت میکنین توی جلسات آینده. گزینه های بسیار مهم میداریم. قسمتی داریم برای اینکه فریم ریت رو تعیین کنیم. روی 30 هست، میتونم 25 ش کنم، اوکی. و هر وقت که سیکونس رو وارد کنین، چیز گفتم ببینن حدود 8 ثانیه ما نیاز داشتیم که 25 فریم بر ثانیه 8 ثانیه رو بهمون داد. پس یادتون باشه خیلی مهمه که شما سیکونسی که وارد می‌کنین حتما فریم ریتش رو چک کنین. خب نکته دیگه این که گاهی شما با سیکونس‌های زیادی سر و کار دارین و براتون خسته کننده و زمان بر میشه که هر دفعه روی ویدئوتون کلیک کنین، کنترل آلت جی بزنین، اینترپرت فوتیج باز بشه، اینجا روی اینترپرت فوتیج کلیک کنین. شما میتونین کلیک راست کنین قسمت اینترپرت فوتیج، main control alt g. خب کار دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه که برای افتر افکتس تعریف کنیم به صورت پیش‌فرض تمام سیکونس ها رو با یه فریم ریت مشخص بیاره که شما از اون زیاد استفاده می‌کنید. این چطور انجام میشه؟ میتونیم بریم تو ادیت پرفرنسز. پرفرنسز معمولا تو تمام نرم افزارها تنظیمات کلی و اساسی نرم افزار هست. ما وارد پرفرنسز مطمئناً در طول ویدیوها میشیم و تمامی گزینه‌هاش رو سعی می‌کنیم با هم یاد بگیریم. اما بخشی که ما الان نیاز داریم وارد بشیم تو پرفرنسز قسمت ایمپورت هست که خب مشخصاً ازش معلومه بخشی برای وارد کردن فایل هاست و تنظیماتی مربوط به ایمپورت کردن فایل ها به افتر افکتس هست. در مورد گزینه‌هاش الان هیچ کدوم رو صحبت نمی‌کنم. تو این ویدیو سعی می‌کنیم گزینه‌های اساسی و اصلی که ما از تو شروع کار نیاز داریم بریم سراغشون. خب سیکونس فوتیج رو ما میتونیم 30 فریم بر ثانیه هست در حالت عادی، 25 بزنیم. از این بعد هر ویدئویی که وارد افتر افکتس کنین 25 ببخشید هر سیکونسی که وارد کنین 25 فریم بر ثانیه وارد میشه. بسیار خیلی عالی، این اتفاق افتاد. گوش میکنم داخل پرفرنسز گزینه های مختلفی دارین. از جنرال شروع میکنیم. خب شما هر کار اشتباهی که تو نرم افزار انجام بدین یا خطایی که داشته باشین به تمام نرم افزارها عموما با کنترل زد یا آندو کردن میتونین اینو برگردونین. خب تو خیلی از نرم افزارها ما برای تعداد آندوهایی که میتونیم انجام بدیم میتونیم محدودیت تعیین کنیم. مثلا تا 32 مرحله بتونیم کنترل زد بزنیم و عقب برگردیم آندو کنیم. میتونین اینو بیشتر کنین. اگر گاهی احساس نیاز کردین که تعداد بیشتری آندو نیاز دارین میتونین تعداد رو بیشتر کنین. اما نکته بهتون بگم، از اولا که از 99 تا بیشتر نمیشه تعداد آندوهایی که انجام میدیم. یک، هر چقدر تعداد آندو بیشتر باشه اطلاعات بیشتری روی حافظه سیستمتون ذخیره میشه و حافظه رو سریع‌تر پر می‌کنه رم سیستمتون. پس خاطرتون باشه اگر سخت افزار خیلی قدرتمندی ندارین این گزینه میتونه سرعت کارتون رو کنتر کنه. من روی همون 32 قرار میدم.
خب فعلا به قسمت‌های مختلف خیلی کاری نداریم، ایمپورت رو هم یاد گرفتیم، سیکانس فوتیج که چند فریم بر ثانیه وارد کنیم. گزینه‌ای که بسیار مهم و کاربردی هست بخش اتو سیو هست. بهتون پیشنهاد میکنم حتما اتو سیو رو فعال کنین، همیشه اتوماتیکالی سیو پروجکتس رو فعال کنین. خب حالا سوالی که ازمون میپرسه اینه که هر چند دقیقه برامون یک سیو اتوماتیک انجام بده. خب اگه کار خیلی حساسی دارین و این مشکل رو دارین که ممکنه افتر افکتس هنگ کنه یا بندازی بیرون یا هر اتفاقی بیفته، میتونین روی هر یک دقیقه تنظیم کنین، رو هر ده دقیقه تنظیم کنین، بر اساس نیاز و سلیقتون انجام میشه. خب من رو همون 3 دقیقه میذارم. و ماکسیمم پروجکت ورژنز تعداد سیو هایی هست که براتون میگیره، هر 3 دقیقه یه سیو میگیره. حالا من ماکسیمم پروجکت ورژنز رو روی 3 میذارم. ببینید 3 دقیقه اول یه فایل تولید میکنه، 3 دقیقه دوم فایل بعدی، 3 دقیقه سوم فایل بعدی، 3 تا فایل تولید میکنه. این تعداد این فایل ها بیشتر از 3 تا نمیشه. 3 دقیقه چهارم فایل اول رو جایگزین میکنه، یعنی دیگه از اینجا به بعد عملیات جایگزینی هی اتفاق میفته. خب مثلا توی 3 دقیقه پنجم داره فایل دوم رو جایگزین میکنه، 3 دقیقه ششم فایل سوم رو جایگزین میکنه و هر 3 تا 3 دقیقه، یعنی هر 9 دقیقه ما هر 3 تا فایلمون تغییر کردن. خب میتونید تعداد این رو اگر مشکلی از لحاظ فضای هارد دیسکتون ندارین تعداد زیادی بذارین، میتونه مفید باشه. شما میتونین مثلا فرض کنین روی 3 دقیقه تنظیم کنین و روی 30 بذارین، یعنی شما همیشه تا 90 دقیقه قبلتر رو دارین توی کارتون و میتونین هر موقعی خواستین هر اشتباهی کرده باشین برگردین به مثلا 20 دقیقه قبل، 30 دقیقه قبل، 40 دقیقه قبل و اصلاحاتی رو انجام بدین. پس گزینه بسیار مهم و کاربردی هستش که فعالش میکنین. فایل های سیو شده کجا میرن؟ دقیقاً همون جایی که پروژه اصلیتون رو سیو کردین. شما میتونین خب مطمئناً با داشتن علم خیلی کمی از مباحث کامپیوتری سیو کردن تو هر نرم افزاری رو مطمئناً آشنا هستین. سیو رو میزنین، پنجره سیو باز میشه و فایلتون رو هر جایی از هارد دیسک تون که خواستین سیو میکنین. سیو های اتوماتیک یا اتو سیو هاتون رو هم میتونین همونجا پیدا کنین. گزینه بعدی اپیرنس هستش که شما اینجا میتونین، گزینه جالبی هست به نظر من، برایتنس یا روشنایی محیط کلی افتر افکتس رو تعیین کنین. اگر به نورها حساسین و نمیتونین با محیط های روشن کار کنین، خب حالت دیفالتی گزینه خیلی معمولی هست از لحاظ نوری، میتونین بیشترش کنین، محیط روشن تر بشه، خیلی بیشترش کنین، کاملا سفید میشه که چشم معمولا خیلی اذیت میکنه، یا میتونین کمترش کنین. من عادت دارم روی حالت تاریکش کار میکنم. خب یه سری گزینه هایی هستش که به نظر من الان تو شروع کار بدونیم بد نیست. روی قسمت های مختلف مثل مموری و مولتی پروسسینگ ما صحبت های زیادی داریم که شما میتونین کار جالبی انجام بدین. مدیریتی روی رم و بخش پردازش داریم که میتونین کار جالبی انجام بدین، در موردش صحبت میکنیم و مباحث جدایی داریم مثل میدیا اند دیسکش که صحبت مفصلی روش داریم. خب اوکی میکنم در مورد پرفرنسز، فکر میکنم فعلا کافی باشه. ما فایل های نرم افزار فتوشاپ رو هم، فایل های پی اس دی که مختص فتوشاپ هستن رو هم میتونیم وارد افتر افکتس کنیم. خب فقط برای وارد کردن فایل های فتوشاپ دابل کلیک میکنم، مثل فایل های دیگه وارد نمیشه، یک پنجره جدید باز میشه که توی این پنجره جدید از شما یه سری سوالات پرسیده میشه. خب ایمپورت کایند کلیک میکنم، ما به سه حالت مختلف میتونیم این فایل پی اس دی مون رو وارد افتر افکتس بکنیم. حالت اول فوتیج هستش. من خیلی سریع فتوشاپ رو باز میکنم. من یه فایل خیلی خیلی ساده ساختم، چند تا ترکیب از چند تا لایه. میبینید بک‌گراندمون هست، بک‌گراند سفید، نوشته افتر افکتس و این پولیگان وان هستش که اینجا داریم. خب سه تا لایه مختلف. حالت من اول رو حالت فوتیج کار میکنم، اوکی میکنم این حالت فوتیج رو. میبینید که فایل فتوشاپمون رو خیلی سریع بهمون به این شکل داد و یه در قالب تک فایل هست. حالا میتونین نمیدونم روی این هر کاری انجام بدین، به معنی یه قاب تصویر یا هر چیزی به این شکل استفاده کنین. خب کنترل زد میزنم،
و این فایل رو هم پاک میکنم. پس حالت فوتیج فقط به صورت یه عکس وارد میکنه فایلتون رو. خب اما بخشی داریم به نام لایر آپشنز. خب رو حالت مرجد لایرز میذارینش. خب کاری که انجام میده اینه که میاد هر سه لایه رو یه لایه میکنه و این در قالب یه عکس اینا رو در میاره که شما توی فتوشاپ میتونیم با زدن کنترل ای بیاین لایه ها رو با هم یکی کنین، یعنی اینها رو یکی میکنه و بعد میاره داخل افتر افکس. اما شما میتونین تعیین کنین که کدوم لایه رو براتون وارد کنه. مثلا شما شاید فقط پولیگانتون رو بخواین یا افتر افکس رو بخواین، اوکی میکنم، فقط همین یکی رو براتون وارد میکنه و به بقیه دیگه کاری نداره. من کنترل کی میزنم و بک‌گراند کامپوزیشنم رو به همون رنگ مشکی در میارم. خب برای این تکست مشکی نیازی ندارین، فقط چند لحظه بهتون نشون میدم، فقط این رو وارد کنید، یکم رنگش رو روشن‌تر میکنم. اوکی خب کامپوزیشن و فایل فتوشاپ رو دیلیت میکنم، دوباره وارد میکنم فایل رو. رو حالت چوز لایر میذارم که بتونم یک لایه مشخص رو وارد کنم. حالا شما میتونین فقط اون پولیگان، لایه پولیگان رو بیارین، نوشته رو بیارین یا بک گراند رو بیارین. مبحثی داریم به نام لایر استایلز، حالت های ساده ای، اما چون هنوز با لایه ها و آپشن هایی که دارن کار نکردیم نمیتونیم روی لایر استایل صحبت کنیم. احتمالاً از فتوشاپ شاید اطلاعاتی ازشون داشته باشین، در غیر این صورت مطمئنن توی مباحث بعدی ما روی لایر استایل صحبت میکنیم و یه فیدبک داریم روی این قسمت. لایر استایل رو کلن کاری نداریم الان، بهش توجه نکنین، بخشی از چند دقیقه کار داره که بشناسینشون. قسمت فوتیج دایمنشنز رو دارین که اندازه فایلتو، اندازه لایه‌ای که داخل میاد داخل افتر افکس رو براتون مشخص میکنه. خب مثلا من پولیگان وارم رو میخوام وارد کنم، دو تا گزینه داریم، داکیومنت سایز، لایر سایز. روی داکیومنت سایز اگر بذارم، ببینید داکیومنت سایز یعنی اندازه‌ای که داکیومنتتون داره، که من اندازه رو 1280 در 720 پیکسل ساختم این داکیومنتم رو، یعنی فایل نیو 1280 در 720 ساختم و اندازش همینه. خب توی افتر افکس وارد میکنین، فقط پولیگانتون رو میخواین، ازتون سوال میکنه، میپرسه شما این رو که میخواییم وارد کنین، میخواییم قاب اصلی یا کامپوزیشنی که براش ساخته میشه یا سایزی که به این داده میشه 1280 در 720 باشه یا نه قاب یا باندنگ باکسی که خود همین داره. خب بیم این رو تو افتر افکس ببینیم، داکیومنت سایز همون 1280 در 720 این رو وارد میکنه. ببینید فقط همین اندازه لایه اصلیش 1280 در 720 است. کنترل زد میزنم. خب حالا شما این دفعه که وارد میکنین همین پولیگان وان رو تو حالت لایر سایز میذارم، یه بار داکیومنت سایز وارد میکنم، یه بار لایر سایز. خب ببینید داکیومنت سایز که گذاشتم 1280 در 720 شد، لایر سایز شد 288 در 275 و این رو بهمون داد. خب بد نیست این رو هم بدونین که در موردش اطلاعات پیدا کردین. گفتم فعلا به لایر استایلز کاری نداریم، اما قسمت دیگه ای داریم که به صورت کامپوزیشن اینها رو وارد میکنه. گزینه هم کامل فرق میکنه که مربوط به لایر استایلز هستش. روی حالت کامپوزیشن میذارم و اوکی میکنم. خب یه کامپوزیشن برام وارد کرد، یه فایل فتوشاپ رو به اون شکل دفعه گذشته وارد نکرد، روی حالت فوتیج یه کامپوزیشن اینجا ایجاد کرد، دابل کلیک میکنم و شما میتونین به راحتی لایه های مختلف رو ببینین و روی اینها کار کنید. گزینه بسیار کاربردی هست و واقعا عالیه که شما میتونید لایه های فتوشاپ رو دقیقا توی افتر افکس جداگانه داشته باشید. توی کارهای موشن گرافیک، گرافیک های متحرک معمولا گزینه خیلی کاربردی هست. شما میتونید رو هر کدوم اینها به هر شکلی که دوست داشته باشین کنترل داشته باشین. یادتون باشه گزینه بسیار کاربردیه. پس اگر حالت کامپوزیشن وارد کنین به راحتی میتونین به لایه ها هم دسترسی داشته باشه. اما گزینه‌ای داریم کامپوزیشن ریتین لایر سایز، اوکی میکنم، دابل کلیک میکنم روی کامپوزیشنم. خب بیایم دوباره رو هر دو حالت وارد کنیم و فرقشون رو متوجه بشیم. این فتوشاپ، کامپوزیشن فتوشاپ حالت ریتین لایر سایز بود و فتوشاپ دو که الان وارد میکنم رو حالت کامپوزیشن هستش. خب
این رو هم باز میکنم. فرقی که این دوتا با هم دارن در اینه که خوب نگاه کنید، بذارید من هر کدوم این فایل ها رو که من وارد میکنم یه فولدر همراه خودشون وارد میکنن که دونه دونه این ها هستش. حالا بذارید من، چون یه فولدر هم ظاهرا از گذشته هست و ممکنه قاطی کنیم، همه رو پاک میکنم، یه بار دیگه خیلی سریع واردش میکنم، وارد کامپوزیشن و فتوشاپ 2 روی حالت ریتین لایر سایز. اوکی، خب حالا میام توی فولدر هایی که ساخته شده برای هر کدوم، این حالت کامپوزیشن هست، این حالت کامپوزیشن ریتین لایر سایز هست. توی این اتفاق افتاده رو حالت کامپوزیشن هر لایه رو به اندازه داکیومنت سایز آورده. خب اما روی ریتین لایر سایز که میذارین هر کدوم رو همسایز خودش آورده. مثلا فرض کنید توی تکست این مشخص، تکستمون رو 797 در 73 آورده، اما تکست رو توی حالت کامپوزیشن 1280 در 720 آورده. تفاوت اون دو گزینه هم در این هست. برای کسایی که فتوشاپ کار می‌کنن مطمئنا خیلی مهم هست، اگر چیزی رو طراحی کردن خواستن تو افتر افکتس متحرک سازیش کنن، توی فتوشاپ طراحی ساده انجام بدن، بیارن تو افتر افکتس و ادیتش کنن، حرکت بدن و محیط پویاتری نشون بدن. پس خاطرتون باشه شما میتونید لایه‌های مختلف فتوشاپ رو توی افتر افکتس هم خیلی عالی به صورت جداگانه بهشون دسترسی داشته باشید. خب ما یاد گرفتیم که بک‌گراند کامپوزیشن رو تغییر بدیم، با چطور اومدیم این بک‌گراند رو تغییر دادیم، با بک‌گراند کالر که مشکیش میکنم. خب اوکی، یه کامپوزیشن ساخته شد، گرفتش میکنم. با تنظیمات پنل و فریم ها آشنا شدیم، تونستیم یه نیو فولدر بسازیم، تونستیم سیکونس ها رو وارد کنیم که حالا چند تا دو تا روش مختلف فرش گفتم، روش های دیگه هم داریم در موردش هم صحبت میکنیم. تونستیم فایل های فتوشاپ رو وارد کنیم. کم کم میریم سراغ مباحث دیگه توی نرم افزار. من یه سری ویدیو اگرتون باشه ابتدای کار وارد کردم، کلیک رو نگه میدارم، درگش میکنم اینجا. خب ما جلسه گذشته یاد گرفتیم با ورک اریا کار کردیم، تونستیم یه سری مارکرها توی کار قرار بدیم، مارکرهای مختلف، و یاد گرفتیم که کارمون رو تریم کنیم. توی ویدیو اولمون هست یاد گرفتیم که ویدیو رو اسپلیت کنیم، کنترل شیفت دی، ادیت اسپلیت لایر کنترل شیفت دی، و کارهای از این قبیل رو یاد گرفتیم. حتی کلیک راست کردیم روی ورک اریامون، شورتکات ورک اریا هم بی و ان هستش، همه شورتکات رو کار کردیم. برای تریم کردن ویدیو alt left bracket و alt right bracket رو دارین کنترل زد میزنم، و سه تا گزینه مختلف داشتیم، lift work area، extract work area و trim comp to work area، که هر سه تا رو با هم بررسی کردیم. work area رو بخوایم اندازه سایز اصلی خود کامپوزیشن برگردونیم، روش دابل کلیک می‌کنین. ابزارهای زوم مختلفی داشتیم، با به اضافه اونها توی کیبورد اصلیتون سمت چپ بک اسپیس میتونین توی تایملاینتون زوم کنین، مثلا بین 6 تا 8 7 دیده نمیشه، میخوام 7 رو ببینم، به اضافه رو میذارم روش زوم میکنم و حالا 7 هم دیده میشه. که حالا اگه بخوایم ریستر باز اینها رو ببینین، 7 بزنین زوم کنم، همینطور 7 و 1 7 و 2 7 و 3 فریم ها هستن، میتونین ببینین. از این بالا میتونین جایی که از تایملاین مثلا میخواین آخر تایملاینتون زوم بشه، میان جلو این رو انتقال میدین، یه نوار هست برای زوم کردن، رنجی رو مشخص میکنین و نشون میدین، مثلا میخواین همین رنج زمانی اینقدر تایملاین نشون بدین یا فول همش رو نشون بدین، با این مشخص میشه و حتی میتونین درگش کنین به این صورت. خب اگر زوم کرده باشین اینجا میتونین اسکرال کنین کل تایملاینتون رو اینج به این شکل ببینین. خب و اینجا هم ابزار زوم رو داریم، یعنی چند جای مختلف ما دسترسی داریم به ابزار زوم، با هر کدوم که راحت تر باشید میتونید عموما ازش استفاده کنید. شورتکات های زیادی رو هم جلسه پیش یاد گرفتیم، ابزارهای زیادی رو شناختیم. اما لایه‌ای که اینجا داریم، یه شورتکات داریم، شورتکات آی هستش. اگر آی رو بزنین لایه انتخاب باشه، میریم توی ورودیش یا این ورودی لایه، و اگر کلید او رو بزنین میرین توی انتهاش. شاید گاهی اوقات شما نیاز داشته باشین و از آی و او استفاده کنین برای اینکه به ابتدا و انتهای لایه‌تون برید. خب من اینو اینجا میارم، آی میزنم، اینجا میایم او، آی او. خب
شورت هایی که تو تایملاین قبلا هم داشتیم یه یادآوری سری میکنم، پیج دان فریم فریم میگفتیم جلو، پیج آپ فریم فریم میومدیم عقب، اگر شیفت پیج دان رو میزدیم 10 فریم 10 فریم جابجا میشدیم جلو، شیفت پیج آپ 10 فریم 10 فریم میومدیم عقب. و کلید اند رو اگه بزنیم این انتهای تایملاینتون، هوم رو بزنیم این ابتداش. یادتون هست alt left bracket میومد تریم میکرد یک لایه رو، که میتونستین دستی هم ابتدا و انتهای یک لایه رو تریم کنیم. خب اما اگه خود رایت برکت و لفت برکت رو جداگانه استفاده کنین، کاری که میکنه اینه که اگر لفت برکت رو بزنین ابتدای لایه‌تون رو، ابتدای ویدیو عکس یا صدایی که دارین رو انتقال میده اونجا، اگر رایت برکت رو بزنین انتهاش رو انتقال میده اینجا. خب مثلا من فرض کنید میخوام این آخرین ویدیو تو کامپوزیشنم باشه، کلید اند رو میزنم و رایت برکت میزنم، میخوام ابتدای این دقیقا بیاد ابتدای کامپوزیشنم، هوم لفت برکت. پس میتونیم با رایت برکت و لفت برکت ابتدا و انتهاش رو تعیین کنیم، هوم لفت برکت اند رایت برکت. میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدین، کمی تمرین کنین مطمئنا خیلی سریع دستتون میاد. اما توی تایملاینی که داریم، بذارین من یک کار دیگه انجام بدم توی تایملاین. ما میتونیم کناره های هر ویدیو یا عکس رو بگیریم و کوچیکش کنیم اینجا. حالا سایز یا نسبتی که ما برای ویدیو یا عکس داریم به هم میرسه به این شکل. اگر کلید شیفت رو نگه دارین میتونین این اسکیل یا کوچیک کردن رو خیلی راحت انجام بدین. من انتقالش میدم اینجا، چند تا ویدیوی دیگه خیلی سریع وارد میکنم، اینجا میذارم، میام توی فولدر دیگه. بسیار خوب، چند تا از اینها رو وارد میکنم، شیفت رو نگه میدارم تا بتونیم به راحتی اسکیل کنین، نسبت هم به هم نخورن. شما میتونین کلیک رو نگه دارین اینجا درگ کنین فایلتون رو تا وارد کار بشه، کنترل زد میزنم، یا اینکه درگش کنین به این شکل توی خود کامپوزیشن. شیفت رو نگه میدارم، کوچیک‌ترش میکنم. یه سری لایه ها رو اینجا شیدیم، میتونیم پلیشون کنیم، همه با هم پلی میشن. سی سی آی رو کمی جا به جا میکنم. خب ممکنه یکی از اینها رو نخواهین در حال حاضر نمایش داده بشه، شما میتونین هایدش کنین که دیده نشه، لایه رو انتخاب میکنین، اگر اینجا انتخاب کنین اینجا هایلایت میشه و میتونین ببینین، هایدش میکنم تا دیده نشه. خب شاید چند دقیقه نیازی بهش نداشته باشه، به هر دلیلی نمیخواین ببینینش، میتونین دونه دونه این کار رو انجام بدین، مثلا چند تا رو با هم هایت کنین. خب ابزار جالب و کلا تکنیک جالبی که تو افتر افکتس هست برای اینکه چند تا لایه رو خیلی سریع بیاین هایت کنین یا هر کدوم از این گزینه رو براش استفاده کنین اینه که کلیک رو روی اولی نگه میدارین و روی بقیه درگ میکنین. خیلی سریع این اتفاق میفته، اولی رو کلیک رو میکنم بعد درگ میکنم. بسیار، این رو هم یاد گرفتیم، برای هاید کردن استفاده میشه. گزینه بعدی برای صدا هست، لایه هایی که صدا دارن علامت صدا یا این علامت جلوشون هست، بخواین صدا رو قطع کنین میتونین به این شکل کلیک کنین تا صدا قطع بشه. پس ما این لایه هایی که براشون علامت صدا نداریم کلا اعتراض صدایی توشون نیست. حالا شما مثلا میتونین به عنوان تصویر، حالا اینم صداشو قطع کنم، به عنوان تصویر مثلا از اینها استفاده، از این چهار تا استفاده کنین و پنجمی رو به عنوان صدا استفاده کنیم، مثلا از صدای این لایه همین که انتخاب کردیم از صدای این انتخاب کنیم و اصلا تصویرش رو استفاده نکنیم. یعنی شما انگار الان صدای این لایه رو استخراج کردین، تصویرش رو ندارین، فقط از صداش استفاده میکنین. چند تا ویدئوی بدون صدا، صداشون از یه ویدئوی صدادار میگیرن که باز خود اون ویدئو استفاده نمیشه. خب ما گزینه های دیگه ای داریم، گزینه سولو هست. سولو چه کاری برامون انجام میده؟ شما میتونید یک لایه رو اینجا انتخاب کنید. ببینید من برای چند دقیقه این چهار تا لایه دیگر رو نیاز ندارم، فقط میخوام با همین کار کنم. به جای اینکه بیاین تختی بکشین و این چهار تا رو هایت کنین که از وقت ممکنه 20 تا 30 تا 40 تا لایه باشه و دونه دونه بخواید اینجوری کلیک کنین یا درگ کنین، شما میتونید همین یکی رو سولو کنین. من اینو سولو میکنم، فقط همین دیده میشه و بقیه برای چند لحظه هایی میشن، فقط همین دیده میشه، میتونم کارهایی که میخوام انجام بدم روش
و نهایتا از حالت سولو در بیان. تو جلسات آینده مطمئنا از سولو خیلی زیاد استفاده میکنیم و بیشتر متوجه میشین. اما سولو کارش اینه که یک جورایی این لایه رو نگه میداره و بقیه رو هاید میکنه. خب گزینه بعدی که داریم لاک هستش، ابزار لاک. خب ما یه لایه رنگی داریم که استفاده های خیلی زیاد و جالبی تو افزار افکت داره. لایر نیو سالید، کم کم با لایه های مختلف آشنا میشیم. سالید کنترل وای کلیک میکنم، یه لایه رنگی هست. خب اندازش هست 960x540. لاک اسپکت ریشیو رو قبلا آشنا شدین. ما برای واحدی که تو افزار افکت استفاده میکنیم اونم پیکسل رو کار میکنیم، اینچ، میلیمتر و پرسنت آف کامپوزیشن رو هم داریم که در موردشون فکر میکنم به زودی رو واحدها صحبت کنیم. خیلی ساده‌ن، در حد چند دقیقه میتونیم یاد بگیریم، الان جاش نیست. گزینه داریم پیکسل اسپکت ریشیو که قبلا باهاش آشنا شدین. عموما این خودش مچ میشه با پیکسل اسپکت ریشیو کامپوزیشن و نیازی نیست شما تغییرش بدین. و اندازه این هر چقدر که باشه، شما اگر میک کامپ سایز رو بزنین به اندازه کامپوزیشنتون میرسه. و یه لایه رنگی هست، میتونم رنگش رو هم اوکی تعیین کنم و این پایین بذارم. البته کار سالید فقط یه لایه رنگی نیست، چیزی فراتر از اونه همه که در موردش به زودی صحبت میکنیم و به جاهایی میرسیم که ازش استفاده کنیم. حالا این لایه رنگی رو شما داریم، میخواییم پشت ثابت باشه، انتخابش میکنیم و کلید لاک رو براش میزنیم. کلید لاک رو که بزنیم ببینید دیگه شما نمیتونید اون سالید یا لایه رنگی رو جابجا کنید، انگار که توی بک‌گراندتون کلاً یه لایه قفل شده هست و دیگه نمیتونید تغییر بدهش بدین. خوبه برای مواقعی که شما یه بک‌گراند ثابت دارین و میخواین همون باشه و نمیخواین بهش اونوار تغییر کنه. اگه خواستین تغییری بدین میتونین به راحتی این لاک رو بردارین. اما به قسمت دیگه میرسیم که حالا واردش میشیم تا چند دقیقه دیگه و قسمت جالبی هست، بخش ترانسفورم که توضیحات جالبی داره و اینو ازش رد میشیم. شما میتونین یه سری امکاناتی که براتون توی زیرشاخهای خود لایه انتخاب شده و گذاشته شده این از اینها استفاده کنین که بهش میرسیم تا چند دقیقه دیگه. گزینه بعدی رنگ لایه‌تون هست توی تایملاین. گاهی اوقات شما نیاز دارین که یه رنگ خاص قرار بدیم برای لایه‌تون. مثلا اینها رو یه دسته فایل هستن، به هر دلیلی به هم مرتبطن، یا کار خاصی می‌خوایم انجام بدیم، اینا رو یک رنگ می‌ذاریم، اینا رو یه رنگ می‌ذاریم و مثلا شاید این رو یه رنگ بذاریم. کاری که انجام میده اینه، شما می‌تونید رنگ‌ها رو مشخص کنید. خب فعلا ما به همین ها نیازمند بودیم. گزینه‌های دیگه‌ای هم هستن که کم کم میدیم سراغشون. سویچ ها و مود های مختلفی هستن با سراغشون بریم، اما فعلا ما به همین ها نیاز داریم توی شروع کارمون. خب بریم سراغ مبحث جالبتر و عالی که اینجا داریم. من کامپوزیشنی که در حال حاضر دارم رو پاک میکنم. و این تصویر رو وارد کامپوزیشن کنم. خب حالا میخوام باشه یه سری کار انجام بدم. توی تایملاین پس ما یه سری چیزات متوجه شدیم. یکیش این بود که شما میتونین هایت کنین، صدا رو قطع کنین یا بس باشه، سولو کنین، لاک کنین. یه سری شورتکات های برای پلی کردن رو هم بهتون گفتم، مثل سیفت نامبر پدتون که میتونین سیفت نامبر پد که میتونین کار رو پلی کنین. یه سری ابزارها رو همینجا جلسه گذشته تو ویدیو قبلی بهتون گفتم. و شما میتونید توی کارتون فقط صدا رو پخش کنین. شورتکاتش هم جلسه پیش صحبت کردیم. پایین سمت راستی کیبوردتون کلید نقطه توی نامبر پد صدا رو براتون پخش میکنه که میتونید فقط صدا رو داشته باشین. خب من لایه رو انتخاب میکنم و از اینجا بازش میکنم تا بتونیم گزینه های بیشتری رو ببینیم. بخشی داریم به نام ترانسفورم که مربوط به تغییر شکل و یه سری ساختارها توی لایه هست، وارد آودیو هم میشه. فعلا میریم روی ترانسفورم. خب ببینید ما قبل از اینکه وارد ترانسفورم بشیم بذارین بریم سراغ این تولبار بالایی که تو نرم افزار داریم، روی این صحبت کنیم. یه سری گزینه‌هاش که الان نیاز هست رو
بشناسیم، بعد میریم روی طول قسمت ترانسفورم. ما همه اینها رو هم نیازی نیست الان بشناسیم، یه سریاش رو فقط میتونیم. گزینه اول سلکشن تول هست. تمام ابزارهای افتر افکتس ازتون انتظار دارم که ابزارهایی که عموما توی تول بار هستن بدین موستون رو برین روش و ببینین اسمش رو ببینین و شورتکاتی که براش تعیین شده، مثلا برای این V هست، برای بعدی هند تول H، برای زوم تول Z. از شورتکات کم کم استفاده کنین، مطمئنن یکی از اصول اساسی هست توی حرفه‌ای شدن و کلا کار خوب انجام دادن و سرعت کار، اینکه از شورتکات استفاده کنین. ما برای سلکشن تول کلید V رو استفاده می‌کنیم. خب سلکشن تول کارش اینه که شما لایه‌ها رو می‌تونین انتخاب کنین، همین می‌تونین لایه‌ها رو انتخاب کنین و باهاش جابجایی‌ها رو انجام بدین. برای انتخاب لایه ها هست که ما همیشه عموما داریم روی سلکشن تول اکثر اوقات کار میکنیم. ابزار بعدی هند تول هستش. هند تول چه زمانی کاربرد داره؟ مثلا شما روی قسمتی از تصویرتون اینجا زوم کردین، دارین یه سری کارها انجام میدین، با هند تول شما میتونین کلید H رو بزنین یا از هند تول استفاده کنین و حالا مثلا اینجا یه اتفاقی داره میفته، این رو دنبالش کنین مثلا، یا بیاین جزئیات رو چک کنین. خیلی عالی میتونین رو تصویرتون اصطلاحاً حرکت کنین. یادتون باشه ما الان در حال جابجایی لایه نیستیم، دیدمون رو داریم نسبت به لایه تغییر میدیم. خب از هند تول استفاده میکنین. یادتون باشه اگر الان روی سلکشن تول بودیم لایه داشت جابجا میشد، اما داریم خودمون حرکت میکنیم. خب عموماً از هند تول اینجا استفاده نمیشه، چون ما روش‌های ساده‌تری هم داریم برای استفاده کردن ازش. شما میتونید کلید H رو بزنین، بیاین رو هند تول جابجا کنین، دیدتون رو بیاین جلوتر جابجا بشین و دوباره برگردین حالت اولیه. خب باز باید یه V بزنین یا اینجا کلیک کنیم بیاین رو سلکشن تول. ما روشی سریع تری داریم برای استفاده از هند تول که عموماً مطمئنم شما دیگه از این هند تول با یا کلید H استفاده نمی‌کنید. شما میتونید کلید اسپیس رو نگه دارین که دم دست‌تر از H هست معمولاً. اسپیس کار همون هند تول رو می‌کنه. اسپیس رو نگه می‌دارین، کلیک رو نگه می‌داریم و درگ می‌کنیم، چیزی که تو فتوشاپ هم وجود داره و خیلی که فتوشاپ کار می‌کنن با این گزینه هم راحتن. شما اسپیس رو نگه می‌دارین، کمی اسکرال می‌کنین، این ور اونور یه نگاهی می‌ندازین، می‌رین رو جزئیات و برمیگردین پایین‌تر. اما فکر می‌کنم از اسپیس هم شما به زودی استفاده نکنین. باز توضیح بعدیم شورت‌کات بهتر و ساده‌تری وجود داره توی موستون، کلیک وسط، کلیکی که توی اسکرال وجود داره. اگه به داخل فشار بدین اسکرال موس رو می‌تونین دقیقاً همین کار رو انجام بدین. فکر می‌کنم شما هم با این مثل من خیلی راحت باشه. من که خیلی راحتم با اینکه با اسکرال موس بخوام همچین کاری انجام بدم. پس اسپیس و H فکر می‌کنم کنار برم. باز هم این برمیگرده به سلیقه و راحتی شما. اما من شورت‌کاتی که خودم خیلی استفاده می‌کنم اسکرال موس رو به داخل فشار میدم و میرم تو حالت اسکرال کردن. خب گزینه بعدی زوم تول هست. شورت‌کاتش زد. شما می‌تونید کلید زد رو بزنید، بیاین توی زوم تول، توی صفحه‌تون زوم کنین. کلید پس میتونین به صورت به داخل زوم کنین، کلید آلت رو نگه دارین به بیرون زوم کنین. زیاد جالب نیست به این سبک کار کردن و زوم کردن. میتونین با بالا و پایین چرخوندن اسکرال موس به بالا و پایین این کار رو انجام بدین. یعنی اصلا نیازی ندارین شما بیاین از زوم تول استفاده کنین، اما ابزارش وجود داره. معمولا اسکرال موس رو بالا و پایین چرخونین و توی صفحه زوم میکنین. ما برای زومی که داریم انجام میدیم الان اینجا این قسمت درصد زوممون رو می‌نویسه. ما میتونیم زوم که میکنیم جلو 200% شد، 400، 800 یا برمیگردیم عقب 50، 25، 12.5. خب میتونین فیت کنین تصویرتون رو. خب میتونین تصویرتون رو فیت کنین به داخل کامپوزیشن 3200%، هر اندازه‌ای که دوست داشتین فیت میکنین. شورت‌کات فیت کردن هم کلید آلت رو نگه میدارین و فوروارد سلش رو کلیک میکنین تا براتون تصویر رو فیت کنه. آلت رو نگه میداریم و این رو فوروارد سلش رو همون کلیدی که دکمه علامت سوالتون هست اون رو میزنین تا تصویر رو فیت کنه، یعنی فیت آپ تو 100% که میتونین این کار رو انجام بدین. شورت‌کات این آلت سلش هستش. خب میتونین زوم کنین. ابزار بعدی روتیشن تول هستش. میام روش، شورتکاتش دابلیو هست. شما میتونین روتیشن تول رو انتخاب کنین و تصویرتون رو روتیت کنین. تصویر حول چی روتیت میشه؟ نقطه این وسط داریم، پس روتیشن تول رو متوجه شدین هیچ چیز خاصی نداره. شما فقط انتخابش میکنین، رو تصویر کلیک رو نگه دارین، درگ کنین، در جهتی موس رو بچرخونین، این هم تصویرتون میچرخه. باش زیاد کار داریم به زودی.
ابزار بعدی کامرا تولمون هست که مربوط بخش سه‌بعدی افتر افکت هست. مطمئنن مباحث مفصلی رو قسمت سه‌بعدی داریم که الان نیازی نیست روش صحبت کنیم. ابزار بعدی پن بیهایند یا انکور پوینت تول هستش. تو ورژن های قدیمی تر افتر افکت پن بیهایند تول بود، اما توی پرانتز تو ورژن های جدید انکور پوینت تول هم اضافه شده. از انکور پوینت تول یا پن بیهایند تول که شرکتش وای هست که استفاده میشه زمانی که شما میخواین انکور پوینت یا مرکز تصویر، مرکزیت تصویر یا مرکز سرکل، محوریت یا هر چیزی که اسمش رو بذارین، این رو بخواییم تغییر بدیم. خب ببینید، من انکور پوینت رو میخوام تغییر بدم، این نقطه ای که روتیشن و اسکیلمون حول اون اتفاق میفته. ببینید اسکیل میکنم به نسبت به اون جمع میشه، یا روتیت که میکنم نسبت به این نقطه ما روتیشن رو انجام میدیم. حالا میام رو پن بیهایند تول و جابجا میکنمش. خب این رو جابجا میکنم، فقط با پن بیهایند تول جابجا میشه. حالا اگر اسکیل انجام بدم نسبت به اون نقطه اسکیل میشه. ببینید قبلش نسبت به مرکز تصویر اسکیل میشد، الان نسبت به اونجا اسکیل میشه. یا با روتیشن تول میتونید نسبت به همونجا روتیت کنین، خیلی عالیه. پس یادتون باشه شما میتونین با انکور پوینت تول یا همین پن بیهایند تولتون انکور پوینت تصویر رو جابجا کنین، هر جایی که قرار بدین نسبت به همونجا ما روتیت و اسکیل یا خیلی چیزهای دیگه داریم که حالا بهش میرسیم. اسکیل میکنم، یه وی میزنم و سلکشن تول و اسکیل میکنم، شیفت رو هم نگه داشتم. یه نکته بهتون بگم در مورد نگه داشتن شیفت، تو خیلی از جاها و کارهایی تو افتر افکتس انجام میدید، شما کلید شیفت رو که نگه میدارین، یه کلید شیفت کلید کمکی بسیار جالب هستش و کاربرد فراوونی تو افتر افکتس داره. یادتون باشه اول عملیاتی که میخواین رو انجام بدین، در طول عملیات تو نگران هم نباشین. مثلا حتی اینجوری باشه، شما کلید شیفت رو نگه دارین، اون خودش رو درست میکنه لایتون. شما اگر کلید شیفت رو ابتدا نگه دارین بعد بیاین جابجا کنین، لایتون از حالت سلکت در میاد. اما اگر بیاین جابجایی رو انجام بدین، هر شکلی هم در اومد مهم نیست، شیفت رو نگه دارین، خیلی عالی، همچین اتفاق براتون میفته و شما میتونین با نسبت یکسان بیاین اسکیل کنین. حتی برای روتیشن شما اگه کلید شیفت رو نگه دارین، روتیشنتون رو 45 درجه 45 درجه قفل میشه. ببینید من روتیت میکنم، شیفت رو هم نگه میدارم، زیاد که به شرح خونمش 45 90 و ادامه پیدا میکنه، یا به این سمت یه منفی 45 منفی 90 اگه بیشتر روتیتش کنم. بسیار اول شیفت رو نگه دارم بعد روتیت کنم، لایه از حالت انتخاب در میاد. ببینید شیفت رو نگه میدارم، درگ میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته. پس خاطرتون باشه اول با کاری که میخواین رو انجام بدیم، بعد شیفت رو نگه داریم. خب ما تا اینجا همین ابزارها رو نیاز داریم. سلکشن تول شورتکاتش وی خیلی زیاد استفاده میکنیم، معمولا شورتکات دم دستی. از هند تول شورتکات اچ و زوم تول اصلا استفاده نمیکنیم، چون شورتکاتش خیلی دم دست داره. اسکرال موس رو به داخل فشار بدین کار هند تول رو میکنه، و اسکرال موس رو بالا و پایین به شرح کنین میتونین زوم کنین. روتیشن تول رو اینجا داریم و پن بیهایند یا انکور پوینت تول رو اینجا دارین که میتونین مکان انکور پوینتتون رو هر جا دوست داشتین قرار بدین. یه نکته دیگه هم توی ابزارهایی که اینجا داریم هستش، شما بخواین جسم لایه رو روتیت کنین، یه دابلیو میزنین، میدونین دیگه شورتکاتش دابلیو هست، امیدوارم متوجه شده باشین. دابلیو میزنین روتیتش میکنین. خب حالا میخوایم از حالت روتیشن در بیاریم، یه وی میزنین برمیگردیم اونجا، کنترل زد میزنم دوتا. ما میتونیم این تعداد شورتکات زدن ها W و V رو کمتر کنیم. شما اگه یه W بزنین خب میاد روی روتیشن تول، اگه V بزنین دوباره برمیگره روی سلکشن تول. حالا اگر میخوایم روتیت کنیم لایه رو و بعد میخوایم به سلکشن تول برگردیم، لازم نیست اول W رو بزنیم بیاین سلکشن تول به روتیشن تول بعد V بزنیم برگردیم. شما کافیه کلید W رو روی کیبوردتون نگه دارین، سوئیچ کردین رو روتیشن تول، هنوز نگه داشتن W رو، لایه رو روتیت میکنم و کارم که تموم شد دابلیو رو ول میکنم. نیا کنین ما برگشتیم روی سلکشن تول، کنترل زد میزنم، پس با رها کردن دابلیو رو نگه میدارم، دابلیو رو نگه میداریم، با رها کردنش شما برمیگردین دوباره اینجا. مثلا من با هند تول میخوام کار کنم، کلید اچ رو نگه میدارم، سویچ میکنم رو هند تول. این که نگه داشتین یعنی به صورت موقتی میخواین اتفاق بیفته. اگر یه بار اچ رو بزنین میرین روی هند تول، وی میزنم برمیگردم سلکشن تول، یا روی زوم تول، زد رو نگه میدارین میان روی، هنوز رها نکردم زد رو،
میایین روی زوم تول زد رو رها میکنین و برمیگردین روی سلکشن تول. پس یه تکنیک خیلی ساده است که کاربردی هم هست. دبلیو رو نگه میدارم، سرین روتیتش میکنم، دبلیو رو رها میکنم، میاد روی سلکشن تول، کنترل زد میزنم. خب اینم یه سری چیزا که باید توی تول بار ما یاد میگرفتیم و میشناختیم که در موردش صحبت کردیم. اما بریم سراغ قسمت ترانسفورم که الان دیدیم. میایم توی قسمت ترانسفورم، یه سری گزینه‌ها رو هم تو تمرین شناختیم. توی ترانسفورم رو من اینجا باز میکنم. گزینه انکور پوینت رو داریم. انکور پوینت کاری که میکنه اینه که ببینید دقیقا هم انکور پوینت تولمون هست، اما به یه شکل دیگه به صورت در قالب پارامتر هست. ببینید من انکور پوینتی که اینجا دارم، خوب پارامتر انکور پوینت رو نگاه کنین، به این پارامتر توجه کنین. وقتی جابجا میکنم انکور پوینتم رو، اینجا پارامتر تغییر میکنه 333.16 637.92. پس خاطرتون باشه، ما کنترل زد میزنم، ما با جابجایی این انکور پوینت این پارامتر رو داریم تغییر میدیم. یعنی انکور پوینت این هست. حالا شما میتونین انکور پوینتتون رو اگر روش کلیک راست کنین، ریسیت رو بزنین، انکور پوینت به مکان اولیش برمیگرده. بزنین کنترل زد میزنم، یه تصویر رو دوباره وارد میکنم. هنوز نکاتی هست که باید بدونین. تصویر رو دوباره وارد میکنم، انکور پوینت دقیقاً وسطش باشه. باز میکنم ترانسفورم رو، انکور پوینت رو داریم، پس مکان این رو کنترل میکنه. اگر با انکور پوینت جابجا کنید، ببینید تصویر سر جاش هست، میتونید انکور پوینت رو جابجا کنید. اگر این کار رو با انکور پوینت تول انجام بدید، کنترل زد میزنم. اما اگر شما با پارامتر این کار رو بکنید، مکان انکور پوینت رو همین مرکز نگه میداره. تنها تفاوتی که میکنه اینه که تصویر رو جابجا میکنه نسبت به انکور پوینت. شما حالا باید ببینید با کدوم راحت ترین. ممکنه با این روش راحت تر باشین به تصویر رو جابجا کنین. البته هر کدوم کاربردهای متفاوتی دارن، نمیشه گفت تنها کاربردشون اینه. اما کلا کاری که میکنه اینه که شما میتونید پس مکان انکور پوینت رو اینجوری تغییر بدین با انکور پوینت تول، یا اینکه به این شکل انکور پوینت ثابت. دو تا روش مختلف داریم پس، و تصویر جابجا بشه. کنترل زد میزنم، دو تا روش تصویر ثابت انکور پوینت متحرک، انکور پوینت متحرک تصویر ثابت، که دو تا روش رو بهتون گفتم. گزینه بعدی پوزیشن هستش. میتونین روی پارامترها کلیک رو نگه دارین، درگ کنین تا جابجاش کنین. عموما ما از با درگ کردن این کار رو انجام نمیدیم، به صورت دستی راحت‌تر. البته گاهی اوقات از این استفاده می‌کنیم، گاهی از این استفاده می‌کنیم، بستگی داره هم به خیلی چیزها که در مورد صحبت می‌کنم. مثلا یه موقعی شما می‌خواید در جهت x چپ و راست هست توی صفحه‌مون، در جهت x جابجا کنین، یا فقط بالا و پایین در جهت y ببرین. خب x می‌خواید چپ و راست ببرین، فقط توی x می‌تونین این کار رو انجام بدین. کنترل زد می‌زنم، به در جهت y این کار رو انجام بدین، خیلی راحت میشه. خب برای اسکیل کردن ببینید، شما پس می‌تونید انکور پوینت رو جایگزینش این بار هست انکور پوینت تول، پوزیشن با سلکشن تول می‌تونید تصویر رو جابجا کنید، اسکیل هم از اینجا انجام میشه، هم می‌تونید این کناره‌ها رو بگیرین، شیفر هم نگه دارین و کوچیک و بزرگش کنید. خب گزینه دیگه‌ای دارین، کانسترین پروپرشن، که ببینید وقتی یک علامت زنجیر هستش، کلیک رو نگه میدم، درگ میکنم، طول و عرض تصویرمون نسبت یکسانی رو دارم. ببینید طول میشه 70، عرضم میشه 70. کنترل زد میزنم. اما اگر این گزینه رو بردارم، شما میتونین هر کدوم رو جداگانه به هر شکلی که دوست داشتین ادیت کنین، که معمولا نمیخوایم همچین چیزی رو، مگر در موارد خاص. کنترل زد میزنم، کانسترین پروپرشن رو اینجا تیکش رو میذارم، فعالش میکنم. گزینه بعدی روتیشن هسته. شما میتونین بر اساس یک درجه خاص روتیت کنین تصویرتون رو. فقط سمت چپ این درجه اگر نگاه کنین یک صفر هست، اون تعداد دور هست. وقتی ما به 360 درجه برسیم، اون عدد یک میشه و درجه‌مون صفر میشه. ببینید ما یعنی یک دور تصویر رو چرخوندیم، میتونیم بگیم دو دور این اتفاق بیفته، که این عموما تو متحرک سازی برامون کاربرد داره. کنترل زد میزنم، یادتون باشه پس روتیشن رو داریم. و گزینه بعدی هم اپاسیتی هست. اپاسیتی اگر صفر باشه تصویر دیده نمیشه، فید شده کامل اصلا دیده نمیشه، 100% باشه تصویر کامل دیده میشه. روی 50 اگر بذارین تصویر نیمه شفاف هست، یعنی اگر تصویر دیگه ای رو بیارین این تصویر به صورت نیمه شفاف هست و اون تصویر زیریش دیده میشه. میتونین 100ش کنین،
صفرش کنین یا همون 50 بذارین به حالت نیمه شفاف در بیاد. پس قابلیت همچین کارهایی رو به راحتی دارین. تو خیلی از تولید تصویری ممکن است همچین تکنیکی استفاده بشه که شما یه تصویر نیمه شفاف رو توی خیلی از مستندها، کارهای خبری، از همچین چیزی عموما استفاده میشه. تصویر نیمه شفاف رو برای رسوندن یه سری منظورها و کارها ازش استفاده میکنن و به این شکل قرار میدن. خب ما با گزینه‌های مختلفی که توی قسمت ترانسفورم داریم آشنا شدیم. شما روی هر کدوم از این گزینه‌های ترانسفورم که کلیک کنین یه سری گزینه‌ها داریم که تو جلسه آینده همه رو یاد می‌گیریم، اکثرا البته به جز بعضی‌هاش. اما تو همه گزینه مشترکی داریم به نام ریسیت، اپاسیتی رو ریسیت می‌کنم، پوزیشن، انکور پوینت، روتیشن، همه رو می‌تونین روش کلیک راست کنین. اگر تغییری دادین که دوست ندارین کلیک راست ریسیت. اگر همه اینا تغییری دادین نمیخواد دیگه روی تک تکشون کلیک کنین، میتونین ریسیت ترانسفورم رو بزنین و کل ترانسفورمتون رو ریسیت کنین. خب اینم گزینه خیلی جالبیه. پس کل ترانسفورم رو میتونین ریسیت کنین. خب گزینه‌ای که ترانسفورم وجود دارن شورتکات‌هایی هم برای خودشون دارن مطمئنن. شورتکات‌هایی که ما داریم بزنین لایه دیگه رو پاک کنم. برای انکور پوینت ببینید تمام گزینه‌ها حرف اولشون شورتکاتشون هست. انکور پوینت A، پوزیشن P، اسکیل S، روتیشن R و اوپاسیتی فقط اون نیست، T هستش. ببینید A میزنم انکور پوینت، P پوزیشن، S اسکیل، R روتیشن. خب او رو اگر خاطرتون باشه اوت هر لایه هست، I اینپوت ورودیش، O اوتپوتش یا خروجش. خب پس O چون برای چیز دیگه تعریف شده نمیتونه برای اوپاسیتی باشه، کلید T رو میزنیم. A P S R و T. چند بار تست کنین و خیلی زود به حافظتون سپرده میشه چون همگی حرف اولشون هستن اوپاسیتی T هستش. این رو به خاطرتون بسپرین. خب یه موقعی هست ما میخوایم از اسکیل استفاده کنیم، روتیشن رو هم که در کنارش میخوایم، R که بزنم روتیشن میاد و اسکیل میره. یعنی در آن واحد شما از شورت که استفاده میکنیم فقط یک دونه از اینها رو میتونین داشته باشین. خب من S میزنم اسکیل هم میاد، R میزنم روتیشن میاد. اما اگر روتیشن و اسکیل رو با هم بخوام خب باید اینجوری باز کنم، شاید تعدادشون گاهی اوقات زیاد باشه و شما نخواهید همش اینجا دیده بشه. میتونین S رو بزنین، بعد از اینکه S رو زدین حالا روتیشن رو میخواین، Shift R بزنین. Shift R که بزنین روتیشن هم اینجا اضافه میشه. مثلا اوپاسیتی رو هم میخواین، Shift T میزنین، Shift P میزنین و Shift A همه میان. خب حالا من انکور پوینت و پوزیشن رو نمیخوام، شیفت پی دوباره میزنم، شیفت ای و اینها میرن، شیفت اس، شیفت آر، اوپاسیتی رو فقط دارم. خب پس برای آوردن اولی لازم نیست شیفت رو نگه داریم، یا تی میزنین مثلا میام، برای آوردن و بردن بقیه مثلا یه شیفت اس میزنین اسکیل هم میاد. امیدوارم خوب با این مبحث آشنا شده باشید. خب پس ما میتونیم توی بخش ترانسفورممون هم به این شکل از شورتکات ها هم استفاده کنیم. حالا برای زیاد و کم کردن بعضی از اینها مثل پوزیشن و اسکیل و روتیشن و اپاسیتی ما یه سری شورتکات ها داریم. اگر شما بخواید پوزیشن رو تغییری توش ایجاد کنین میتونین هم اینجا این کار رو انجام بدین. خب توی X چپ و راست و Y محور بالا و پایین این کار رو انجام بدین، یا اینجا دستی جا به جاش کنین، یا اینکه با فلش هایی روی که روی کیبوردتون هست جهت نماهایی که هست بالا و پایین و چپ و راست این کار رو انجام بدین. پوزیشن رو توجه کنین، من یک فلش راست میزنم، ایکس هم باید یه دونه بهش اضافه شه، 361 2 3 4 همینجوری دارم میزنم. اگه نگاه کنین تصویرمون داره جابجا میشه. کلیک راست ریستش میکنم. خب اگر شیفت رو نگه دارین سمت راست رو بزنین، شیفت کلا کار 10 برابر کردن رو انجام میده. شیفت پیج دان اگه یادتون باشه، پیج دان به تنهایی یک فریم میرفت جلو، شیفت پیج دان 10 فریم میرفت جلو، شیفت پیج آپ 10 فریم میومد عقب. خب حالا اگر شیفت رو نگه دارین و فلش راست رو بزنین 10 پیکسل 370 توی ایکس جابجا شد، 380 فلش چپ 370 60 50 40 میبینین به همین شکل داره جابجا میشه. حالا اگه بالا رو بزنم در جهت وای این اتفاق میفته، برمیگردونم سر جاش. میتونین با فلش های همچین کاری رو انجام بدین. خب پس شیفت هم همچین کاری میکنه. حالا اگر
کلید به اضافه رو بزنین، به اضافه توی نامبر پدتون. حالا اینجا دیده نمیشه توی این آن اسکرین کیبورد ویندوز 8، اما شما توی نامبر پدتون سمت راست کیبورد کلید به اضافه و منها بالا سمت راست کیبورد اینجا دارین، با اگر اینها رو یه دونه به اضافه بزنین میتونین خودتون ببینین یک درجه یک درجه داریم تصویر رو روتیت میکنیم. کلید منها رو بزنیم یه درجه یه درجه داریم به صورت منفی روتیت میکنیم، روتیشن رو میتونین از اینجا چک کنیم. فکر کنم میتونین خودتون حس بزنین اگر شیفت رو نگه داریم و به اضافه رو بزنین 10 درجه 10 درجه این کار رو انجام میده، و اگر شیفت و کلید منفی یا منها رو بزنین 10 درجه 10 درجه منفی میکنه. خب اگر کنترل رو نگه دارین و به اضافه رو بزنین، یکی یکی ما داریم اسکیل میکنیم، یک درصد نمی کنیم 109 110 111 112 113. کنترل رو نگه داریم و کلید منها رو بزنین، به این شکل منفی میکنه، یعنی کم میکنه از اسکیل ما. اگر در حالی که کنترل رو نگه داریم داشتیم و داریم به اضافه کوچیک و بزرگ میکنیم، شیفت رو هم نگه داریم، کنترل شیفت به اضافه رو بزنیم، 10 درصد 10 درصد زیاد میکنه و 10 درصد 10 درصد میتونیم کمش کنیم. خب حالا اگر کنترل آلت رو نگه داریم، کلید منها رو بزنیم، فکرم ببینیم خودتون توی تایملاین اپاسیتی رو داریم یکی یکی کم میکنیم، 1 درصد 1 درصد کم میکنیم، یا میتونیم 1 درصد 1 درصد اضافهش کنیم. حالا که در حالی که کنترل آلت رو نگه داشتین و به اضافه منها رو میزنین، شیفت رو هم نگه دارین، این 10 درصد 10 درصد اتفاق میفته. یه دور مرور کنین، شورتکات هایی هستن که کاربردشون اونقدر زیاد نیست، شما معمولا ترجیح میدین با پارامتر کار کنین یا به صورت دستی جابجا کنین، اسکیل ها رو به صورت دستی انجام بدین یا با پارامتر انجام بدین، اما دونستنشون خالی از لطف نیست. تو نرم افزار وجود دارن و گاهی اوقات شاید سلیقه‌تون به این سمت بره که ازشون استفاده کنین. خب با ترانسفورم فکر میکنم خیلی کامل آشنا شدیم، البته هنوز هم نکاتی وجود دارن که الان نیازی نیست در موردشون صحبت کنیم. ببینیم تو بخش آدیو خیلی قسمت ساده‌ای هستش، آدیو لیبلز رو داریم که شما میتونید صداتون رو تو بازه ای از روی 0 دسیبل هستیم، 0 دسیبل مقدار صدای خود لایه‌تون هست. خب اگر زیادش کنین تا 12 دسیبل زیاد میشه و کمترین مقدارش منفی 48 دسیبل هستش که شما میتونید داشته باشین. صفر صدای خود لایه است. حالا اگر من فقط صدا رو پخش کنم با کلید پایین سمت راست کیبوردمون که اینجا باز هم ندارین، پایین سمت راست علامت نقطه تون آمبر پدتون میتونید پلی کنیم کار رو، صدا به این اندازه است. حالا روی 12 دسیبل میذارم، یعنی صدا رو تقویت میکنم صدا بیشتر بشه. بسیار خوب. یا میتونین اگر روی 0 دسیبل مقدار صداتون زیاد هست میتونین کم کنین، مثلا من روی منفی 15 دسیبل میذارم پلی میکنم، صدا خیلی کمتر شد. پس شما میتونین صدای لایه‌تون رو روش کنترل داشته باشین. روی صفر میذارم دوباره. شورتکات آدیو لولز کلید L هست، شما میتونین L بزنین توی تایملاینتون و فقط آدیو لولز رو ببینین، مثل اینکه P میزنین پوزیشن رو میدیدین L آدیو لولز هست. اما توی بخش آدیو گزینه دیگه هم داریم به نام ویو فرم که امواج صداتون رو به این شکل به صورت ویو فرم بهتون نشون میده. بسیار کاربردی هست، حتما در موردش بیشتر صحبت میکنیم، کاربردهای مطمئنا خیلی جالبی برامون داره. شورتکات ویو فرم هم خب آدیو لولز L بود، اگر دو تا L پشت سر هم بزنین دابل L خیلی سریع بزنین میان توی ویو فرمتون. خب پس شما الان خیلی راحت یاد گرفتین که با ترانسفورم با شورتکاتش کار کنین و میدونین که پوزیشن کجاست، پارامترش کجاست، اسکیل، روتیشن، اوپاسیتی. با آدیو آشنا شدیم به همین شکل با زوم کردن و یه سری گزینه هایی که دارین، شورتکات هایی که توی تول بار دارین آشنا شدیم و از ابتدای ویدیو روی رفتیم یه سری لایه ها ایمپورت کردم و مسائل جانبی که مطمئنا خیلی به دردتون میخوره، از جمله بخش پرفرنسز که گزینه های کاربردی مثل اتو سیو رو روش صحبت کردم. شما من میتونم یه گزینه دیگه رو هم یادآور بشم، اینکه
شما میتونین اسم لایه‌ای که وارد کردین سرچ کنین تو این قسمت. مثلا من لایه‌ای دارم به نام ویدئو، نمیدونم توی کدوم فولدر هست. مطمئنم یه خورده که کاراتون سنگین‌تر بشه و افتر افکتس رو بیشتر یاد بگیرین نیاز پیدا میکنین که لایه‌ها رو سرچ کنین، چون لایه‌ها اونقدر زیاد میشن، فولدرهای مختلف، پروژه‌های مختلف که گیج میشین. مثلا من لایه‌ای هست، ویدئویی هست که نامش رو هم ویدئو گذاشتم، سرچ میکنم و خیلی سریع اینجا برام لیست میکنه، پیداش میکنه. خیلی در مورد سرچ هم ما همین رو داریم. فقط یه نکته دیگه میمونه که برای این ویدئو در موردش صحبت کنیم. من این ویدئو رو دیلیت میکنم، اصلا کلا تمام لایه ها، کامپوزیشن و هر چیزی که دارم رو دیلیت میکنم و این تصاویر رو دوباره وارد میکنم. خب من یه سری از این لایه ها رو لازم دارم که روشون یه کاری انجام بدم. خب من این رو فکر میکنم، ببینید شماره سایز ها رو میخوام، 740x480 این رو میخوام. شماره چند بود؟ شماره استاک فوتیج 1 هست، 12 13 و 15. اینها رو میخوام از این چارت که هم اندازه هستن یک کامپوزیشن بسازم. کلیک رو نگه میدارم، درگش میکنم، به این شکل وارد اینجا میشه. خب ما میخواییم از اینها یک کامپوزیشن بسازیم. خب از اینها یک کامپوزیشن بسازیم. تعیین میکنین اطلاعات تصویر رو از کدوم بگیره، یا میتونین معمولا این برای وارد کردن عکس های هست، چون ما استیل دیوریشن اینجا داریم و خب یه ویدیو رو شما به صورت فول میخواییم. خب استیل دیوریشن رو مگر اینکه بیایم مقدار خیلی زیادی بهش بدیم، مثلا چند دقیقه بدیم تا همین ها رو ماکسیمم زمانشون باشن. اما عموما ما از این روش شاید برای ویدیوها همیشه استفاده نکنیم، البته میشه استفاده کرد. خب حالا من این رو مثلا برای هر کدوم روی مثلا 5 دقیقه میذارم که با زمان ماکسیمم خودشون وارد چن اینها، چون ممکنه یک کدومشون 30 ثانیه باشه، اگر روی 1 ثانیه بذاریم همه تریم میشن و 1 ثانیه 1 ثانیه میاد، اما اگر روی مقدار زمان زیاد بذاریم همگی به صورت ماکسیمم زمانشون میاد. اد تو رندر کیو رو که نمیخوایم. خب گزینه‌ای داریم به نام سیکونس لایرز. سیکونس لایرز رو برمیدارم، اوکی میکنم. میدونین که همه اینها زیر هم به این شکل چیده میشن. سیکونس کردن برای چه کاری بود؟ این استاکوتیج یکمون ظاهرا یک ویدئوی طولانی هست. خیلی خب من این رو دیلیتش میکنم، چون الان یه ویدئوی طولانی نمیخوام. کامپوزیشنی که ساخته شد رو دیلیت میکنم. فیلم کنم 12 13 و 15 بود، درسته؟ اینها رو وارد میکنم. خب ماکسیموم رو زمان رو 5 گذاشتم. اگر سیکونس لایرز غیر فعال باشه، اینا زیر هم قرار میگیرن، از قبل یادتون هست سیکونس لایرز فعال باشه پشت سر هم قرار میگیرن. خب این گزینه خیلی عالی هست که شما میتونید اینا رو پشت سر هم قرار بدین. از شما خواسته شده که یه سری ویدیو رو خیلی سریع پشت سر هم بچینین و نمیدونم به همین شکل کات بخوره و بره توی بعدی و بعدی. خب میتونین از همچین چیزی استفاده کنین. کنترل زد میزنم. اما گزینه بسیار جالب و کاربردی داریم. بذاریم ببینیم ویدیوهایی که به همین شکل باشن بازم پیدا میکنیم یا نه. میگردم دنبال ویدیوهایی که همین سایز باشن. بسیار تعداد بیشتر شد، بیشتر بهتر به دردمون میخوره. اما گزینه ای دارین به نام اوورلپ. اوورلپ رو فعال میکنم. اوورلپ کاری که انجام میده اینه که اوکی میکنم بدون اینکه توی هیچ کدوم از این گزینه ها دستکاری بکنم. هیچ کاری با فعال شدنش در حالت عادی انجام نمیده. کنترل زد میزنم و من میخوام لایه شماره چندمون بود؟ لایه شماره 6. ببخشید
اینها رو وارد میکنم. اوورلپ در حالت عادی هیچ کاری انجام نمیده، اما اگر برای اوورلپ یه دیوریشن تعیین کنین، مثلا میذارین 2 ثانیه، اوکی میکنم. اینها هر کدوم 2 ثانیه تداخل دارن با هم، یعنی این لایه 2 ثانیه رفته زیر این لایه و از اولش پلی نمیشه. خب این که بده، یعنی ما 2 ثانیه از کلان هر لایه هر ویدیو رو اولش رو نمیبینیم، مطمئنا ما میخواییم کامل ببینیمش. اما این اوورلپ کجا ممکنه به درد بخوره؟ من یک بار دیگه کنترل زد میزنم، کلان کامپوزیشن اصالتی که ساختیم در بیاد، کلان آندو بشه. خب حالا اگر اوورلپ رو فعال کنیم، دیوریشن هم بهش بدیم و از گزینه ترانزیشن استفاده کنیم، الان ترانزیشن رو آف هست، 2 گزینه دارین: دیزولف فرانت لایر، کراس دیزولف فرانت اند بک لایرز. به این کار این 2 گزینه رو الان نمیتونم بهتون توضیح بدم، احتمالاً میذاریمش برای جلسه آینده، ویدیو آینده که با هم داریم میتونیم روی اینا بیشتر صحبت کنیم. الان توی بحث دیداری هم که شما دارین و میبینین خیلی فرقی نمیکنه، من فقط از یکی استفاده میکنم، دیزولف فرانت لایر. 2 ثانیه هم تداخل بینشون دادم، بیشترش میکنم 3 ثانیه، اوکی میکنم. اتفاقی که میفته اینه که اینها با هم توی هم دیزولف میشن و میریم توی تصویر بعدیمون. بذارین صداها رو قطع کنم، سیفت نامبر پز رو میزنم، از پرم پریویو میگیرم و تصاویر اگه توجه کنین توی هم دیزولف میشن. گزینه جالبی هست، به درد موقعی میخوری که شما نیاز دارین یه سری تصاویر رو توی هم دیزولف کنین به این شکل و ترتیب خاصی هم ندارین، یعنی توی میتونین ترتیب بهش بدین و از تصاویرتون به این شکل استفاده کنین. یه تدوین خیلی سریع ساده پشت سر همشیدن جالب با دیزولف مطمئنن به دردتون میخوره و به کارتون میاد، پس به راحتی میتونین همچین کاری رو انجام بدین. یه نکته دیگه هم داره این موضوع، کنترل زد میزنم، این تصاویر رو یک بار دیگه انتخاب میکنم برای آخرین بار و بیم ازشون یه استفاده جالب بکنیم. فرض کنین اینها رو شما وارد کامپوزیشنتون کردیم به این شکل، اصلا سیکونس لایرز هم فعال نبوده تا بخواد، سیکونس لایرز هم فعال نبوده تا اینا رو پشت سر هم بچینه. اولا که من کنترل کی میذارم زمان کامپوزیشنم رو بیشتر میکنم، حدودا 2 دقیقه میذارم، 2 تا 0 برای ثانیه، 2 تا 0 برای فریم. خب و میگم کامل نمایش داده بشه. شما به جای اینکه خب ببینید، ما فرض کنیم یه سری ویدیو اینجوری وارد کردیم، حالا میخوایم ویدیوهایی که وارد کردیم رو سیکونس لایرز روش انجام بدیم و حالا به هر دلیلی امکان اینکه بیایم دوباره درگشون کنیم اینجا نداریم، میتونم روی این لایه ها وقتی همه رو انتخاب کردم کلیک راست کنم، بخشی داریم به نام کی فریم اسیستنت، یا بیاین تو قسمت انیمیشن کی فریم اسیستنت رو از اینجا کلیک کنین و گزینه سیکونس لایرز رو ببینین. فکر میکنم نیازی به توضیح نداشته باشه و با گزینه ها آشنا باشین. اگر اوورلپ رو فعال نکنین، فقط شما کافیه بیاین رو انیمیشن کی فریم اسیستنت سیکونس لایرز، با تغییر هیچ چیزی اوکی میکنین، اینا رو به صورت سیکونس پشت سر هم میچینه، یادتون باشه. خب کلیک راست، کی فریم اسیستنت سیکونس، اوکی، اینا رو پشت سر هم میچینه به این صورت. اما اگر بخواین اوورلپ هم داشته باشه، خب فکر نمی کنم نیاز به توضیح بازم باشه، اوورلپ 2 ثانیه و ترانزیشن رو هم تعیین میکنم و اینها یه ترانزیشنی به این شکل دارم. خب میام انتها N میزنم، کلیک راست، تریم کامپ تو ورک اریا، تا کامپوزیشنمون به اندازه ورک اریامون بشه. خب ما یک کلیپ خیلی ساده اینجا داریم، میخوام ازش خروجی بگیریم و رندر بگیریم. بحث رندر گرفتن توی افتر افکتس بحث مفصلیه و گزینه‌های خیلی زیادی داره، الان در حد خیلی ابتدایی میخوایم فقط یک خروجی داشته باشیم. شما میتونید بیاین توی فایل، ببخشید توی بخش کامپوزیشن، گزینه‌ای داریم به نام اد تو رندر کیو، قبلا همین گزینه رو
دیدیم تو بخشی که میومدیم چندین فایل رو روی create a new composition میذاشیم. add to render queue رو میزنم، اون من از شورتکاتش استفاده میکنیم، control m رو میزنم. تو ورژن های قدیمی شورتکات فرق میکرد، از ورژن CS5 اگه اشتباه نکنم شورتکات به control m تغییر کرد. خب شما قسمت جدیدی دارین، تب جدیدی باز میشه، پنل جدیدی دارین به نام render queue. توی render queue اسم کامپوزیشنتون اومد، استاپوتیج 2 اینجا هم اومد. خب بخشی داریم به نام رندر سیتینگ. عموماً رندر سیتینگ برای اکثر رندرهایی که شما انجام میدین تنظیمات دیفالتش درست هست، مگر اینکه شما چیز خاصی مد نظرتون باشه که گزینه‌ها رو با هم بررسی میکنید. تو بخش رندر گزینه سختی نیست. قسمتی داریم پس رندر سیتینگ رو معمولاً رو حالت بیس سیتینگ هست و بهترین گزینه‌ها رو بتونید. بخش دیگه‌ای دارین آوتپوت ماژول هستش، کلیک میکنم روش. گزینه های زیادی داره، ما الان نیازی نداریم تمام این گزینه ها رو بشناسیم. فقط گزینه داریم به نام فرمت، به حالت AVI هست. میتونیم فرمت های تصویری که افتر افکس قابلیت خروجی گرفتن ازشون داره انتخاب کنین. اوکی. و نهایتاً به فایلتون یه مسیر برای خروجی تعیین کنین که شما میتونین هر جایی که خواستین مسیر تعیین کنین، کلیک کنین، پنجره باز میشه و نهایتاً از کارتون رندر بگیرین. من کلید رندر رو اینجا میزنم و میبینین این بالا یه خط در حال پر شدن هست. زمانی که گذشته اینجا میبیسه 8 ثانیه 9 10، زمان باقی مونده رو اینجا میبیسه و این خط هم در حال پر شدنه. مدت زمان 48 ثانیه داریم، 25 ثانیه رندر شده، 1456 فریمه، 900 فریم، 1000 فریمش الان گذشته. بسیار خب، ما توی این جلسه‌ای که با هم داشتیم، خب قبل از اینکه به صحبت ادامه بدم، رندر افتر افکتس تموم میشه، صدای خیلی قشنگی داره که با خبرتون میکنه رندر تموم شد. بسیار عالی، رندرمون تموم شد. ما توی این ویدئومون سعی کردیم محیط افتر افکتس و ابزارهای ساده کار کردن رو کامل بشناسیم. امیدوارم براتون مفید واقع شده. اومدیم روی کلن محیط و شخصی سازی بیشتر صحبت کردیم، مثل آنداک پنل و گزینه‌های مختلف ماکسیمایز کردن. روی گزینه یه سری گزینه‌ها که تو تایملاین داشتیم بیشتر صحبت کردیم، می‌رفتیم سیکونس‌ها رو وارد کردیم، روی ایمپورت کردن فایل‌های مثل فتوشاپ صحبت کردیم، سرچ رو گفتم بهتون، در مورد تولبار صحبت کردیم، زوم کردن رو یاد گرفتیم و رفتیم توی پرفرنسز اتو سیو، گزینه‌های مثل اینها رو یاد گرفتیم، نیو فولدر ساختیم، یه سری تکنیک‌های خیلی خیلی ساده و پیش پا افتاده توی ایمپورت کردن و چیزایی مثل اینها رو یاد گرفتیم. نهایتاً هم تونستیم از کارمون یک خروجی داشته باشیم که میتونین توی مکانی که تعیین کردیم برای خروجیتون بریم و مشاهدهش کنیم. بسیار خب، ما فکر می‌کنم توی این دو تا ویدیو تمامی گزینه‌هایی که نیاز داشتیم توی بخش پایه افتر افکتس یاد بگیریم رو صحبت کردیم و یاد گرفتیم. از جلسه آینده، از ویدیو آینده به راحتی میتونیم بریم سراغ مباحث جذابتر و عالی‌تر که احتمالاً وارد بخش انیمیشن افتر افکتس بشیم و قواعد و قوانین ساده رو با هم مرور کنیم و بشناسیم. امیدوارم هر سوالی که داشتین و هر مشکلی که بود، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو حتما بازتاب بدین توی تاپیک مخصوص ویدیوهای آموزشی و مطمئنن رسیدگی میشه. از انتقاداتتون مطمئنن استقبال میکنم و امیدوارم که ویدیوها مورد توجهتون قرار بگیره و براتون کاربردی باشه.